دوره چهارم نمایشنامه‌خوانی تاریخ درام، عصر روشنگری. نمایشنامه‌خوانی پریبانو، نوشته پدرو کالدرون د لا بارکا، ترجمه گروه تاریخ درام. نقش‌خوانان مسعود منصومی، احمد مرزبان، ستاره لعل، مسعود شکوری، نیما جهانبین، شادی مهدیزاده، ستاره افشون. سرپرست گروه نیما جهانبین. سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. امروز نمایشنامه پریبانو از پدرو کالدرون د لا بارکا رو میخونیم، آخرین نویسنده دوران طلایی اسپانیا که تأثیر بسیار زیادی از نمایشنامه نویسان قبل خودش مثل وگا که دو هفته پیش از عید خوندیم، ماه پیش خوندیم، و تأثیر بسیار زیادی حتی روی نمایشنامه نویسی فرانسه این دوران پس از خودش داشته. این نمایشنامه جز کمدی هاش بوده، هرچند که توی اون زمان کلن به تئاتر میگفتن کمدی و غالب تراژدی خیلی متفاوت بود از اون چیزی که ما توی یونان بودیم. یک چیزی که راجع به این نمایشنامه مهمه و شاید الان به چشم ما نیاد، نوآوری که داشته روی صنعت سرگرمیش یا ساختار خیلی منسجمش و قوانین درام که در این سالها قرنها برای اولین بار هستش که وضع میشه و توسط نمایشنامه نویسای اسپانیایی نسل به نسل پرورش پیدا کرده. بازیگرها رو یک بار من فقط مرور میکنم. خانم مهدیزاده نقش ایزابلا رو داره که خدمتکار دونا آنخلا است که خانم ستاره لعل میخونه. خانم ستاره افشون هم دونا بئاتریس رو میخونه که خب نشون میده اون دو نفر از نجیبزاده ها هستن. آقای مرزبان احمد نقش کسمه رو میخونه که خدمتکار دون مانوئل هستش. دون مانوئل هم یک نجیبزاده است و آقای مسعود شکوری دون لویز رو میخونه. من هم نیما جهانبین دون خوان رو میخونم و خدمتکار دون لویز رودریگو رو. امیدوارم که از کار لذت ببرید. اول صحنه یک، خیابان. دون مانوئل و کسمه در لباس سفر وارد می شوند. متاسفانه مشخص است که ما برای دیدن نمایش هایی که امروز قرار بود به افتخار غسل تعمید شاهزاده جوان برگزار بشود دیر رسید. بله قربان، تا حالا چیزهای خوب زیادی به خاطر آدمی که یک ساعت دیر به اینجا رسیده است از دست رفته، اما حالا که نمایش ها را از دست دادیم محض رضای شیطان مراقب باشیم محل اقامتمان را از دست ندهیم. به نظر میرسد احتمالش کم است که این دوستتان را که قرار بود خواب و خوراکمان را تهیه ببیند ببینیم، مثل اینکه عمدن خود را مخفی کرده تا از ما میزبانی نکند. آه کسمه، اگر تو از روحیه سخاوتمند دون خوان دی تولدو و با دوستی مستحکمی که نسبت به من دارد با خبر بودی،
از این نمونه مهربانی او شگفت زده نمی شدیم. ما از بچگی دوستدار هم بودیم، با هم دیگر تحصیل کردیم و در دوران بلوغ با هم در پیامونت لباس رزم تن کردیم، جایی که وقتی دوک فریا به من افتخار فرماندهی نیروها را داد، من دونخوان را پرچمدار نیروها کردم. پس از آن به زودی او در نبردی به شکلی خطرناک زخمی شد. من او را با دستان خودم از نبردگاه خارج کردم و او را در چادر خودم اقامت دادم تا زمانی که کاملا خوب شد. بنابراین او مرا در کنار خدا حافظ زندگیش می داند و قدردانیش را به یک تشکر ساده محدود نکرد. پس وقتی قصد سفر من به اینجا را شنید، برای سپاسگزاری از اعلی حضرتش با مهربانی خواستار جبران خدمات من شد و فوراً نامه‌ای برای من نوشت و اصرار کرد که من نمی‌بایست جز در منزل او در پی اقامتگاهی باشم. و اگر اسبتان را آن سر شهر نگذاشته بودید، خیلی زودتر به آنجا رسیده بودید. تو می‌دانی که خودم خواستم اسب‌ها و چمدان‌هایم را در مهمانخانه بگذارم تا زمانی که خیابان از مردمی که از قصر باز می‌گردند شلوغ است، برای من چندان خوشایند نیست که با اسب در خیابان‌ها حرکت کنم و راهم را باز کنم. دونا آنخلا و ایزابلا با حجاب وارد میشن. آها آها، اگر نجیب زاده اید که از مجلاتتان همینطور پیداست، از زنی که به شما پناه آورده دفاع کنید. اگر شخصی که از آنجا میآید و تعقیبم میکند پیدا و دستگیرم کند، شرافت و زندگی من آسیب میبیند. به خاطر تمام آنچه برایتان عزیز است، التماستان میکنم بانوی کمبرتبه را از چنین بدبختی و از چنین رسوایی نجات دهید. شاید روزی بتوانم وای باید بگریزم. آدیو آدیو. دونا آنخلا و ایزابلا با عجله خارج میشن. این بانوی بود یا گرد بود؟ تا به حال چون این ماجرای عجیبی رخ داده است. خب میخوایید حالا چه کار کنید؟ این چه سوالی است که میپرسید؟ به عنوان یک مرد شریف چه میتوانم بکنم جز محافظت از او در برابر رسوایی و بدبختی که از آن وحشت زده بود؟ گمان کنم مردی که تعقیبش میکند باید شوهرش باشه. و شما چطور میخوای جلوش را بگیری؟ تلاش میکنم اول او را با یک بهانه باور کردنی باز دارم و اگر فایده نداشت مجبورم به شمشیرم متوسل شوم. اگر شما دنبال بهانه میگردید این موضوع را به من واگذار کنید. من نقشه‌ای دارم که میتواند مقصود شما را برآورده کند. اجازه دهید ببینم با این نامه که برای مردی در این شهر آوردم چه کار میتوانم بکنم. دست عجیبش میکند و نامه را بیرون میآورد. دونلوئیس و دیتولدو و رودریگو وارد میشوند. مصممم بدانم که آن زن کیست، تنها به این خاطر که برای پرهیز از من چنین خود را به زحمت انداخت. اگر شتاب کنید به زودی گیرش خواهیم انداخت. کسمه به آنها نزدیک می شود. دونمانوئل کناری نیست. عف کنید قربان، اگر جسارت می کنم و با شما عالی جناب صحبت می کنم، امکانش است که عالی جناب به من لطف کنند و آنچه را در پشت این نامه نوشته شده برای من بخوانند. این گونه با لطف عالی جناب می فهمم که کجا باید بروم و این نامه را برسانم. آی رفیق، من اکنون فرصت ندارم که بایستم. اوه آقا، اگر عالی جناب هیچ چیز جز فرصت نمیخواد، چاره نیاز بسیار ساده است، چون من از آن بسیار دارم و نصفش را به شما میدهم. گفتم دور شو. دون مانوئل به مسیر دور شدن دون آنخلا نگاه میکنه. این خیابان تلسم شده چقدر طولانی و مستقیم است. آن خانوم هنوز از دیدرس ما خارج نشده است. حالا عفو کنید عالی جناب و لطف کنید. خفه شو مردک، اگر بیش از این اذیتم کنی سرت را میشکنم. خب با این حساب قربان، فقط کمی دیگر اذیتتان من دیگر نمیتوانم تحمل کنم. گفتم گم شو. دونلوئیس کسته را میزنه. حالا وقت آن است که دخالت کنم. جلو میاد. آقا، این فرد خدمتکار من است و مشتاقم بدانم کدام رفتارش باعث ناراحتی شما شده است که سبب شده شما این اجازه را به خود بدهید تا با او این گونه خشن رفتار. آقا، هیچ وقت رضایت نمیدم شخصی با چنین لحن آمرانی مرا این گونه مورد پرسش قرار داد. پس صبح خوبی را برای شما آرزومندم. قربان، اگر هم فکر میکردم رضایتتان ضروری است، گستاخی شما وادارم کرد طوری رفتار کنم که به آن بی‌توجه باشم. سوال اینجاست که کدام رفتار خدمتکار من باعث توهین به شما یا مجروح کردن شما شد که باعث شد شما خود را مجاز به دادن پاسخ مؤدبانه ای ندانید؟ و این رسوایی برای دربار اسپانیا است که اولین کار یک غریبه مانند من در مادرید آموزش رفتار صحیح و مناسب به نجیب زاده ای ساکن اینجا باشد. چه کسی جرأت می کند فکر کند که من نیاز به آموزش و راهنمایی دارم؟ مناسب تر از شمشیرهای من برای این مشاجره تصمیم بگیرم. خوب گفتی. با هم می جنگم.
علاقه به جنگیدن در آنها چقدر شیطانیست. خیلی راحت هر دو فورا مشغول با آن شدن. بیا آقا شمشیرت را بکش و بیا تا ما هم به آنها ملحق شدیم. آقا شمشیر من بانوی با حیاییست و دوست ندارد صورتش را در خیابان عمومی بین این همه مرد محترم نمایان کند. دون خوان وارد می شود و دونو بیاتریس و کلارا با حجاب سعی دارد او را متوقف کند. جلوی مرا نگیر بیاتریس. تو نباید برد. ببین این برادر من است که درگیر است. از او جدا می شود. آه خدای من. از حال می رود. برادر من در کنار تو هستم. صبر کن دون خوان. رسیدن تو به جای اینکه مرا تشویق به ادامه این مبارزه کند وادارم کرد که آن را رها کنم. غریبه شریف، تو باید متوجه باشی که من وقتی تنها بودم ترسی از مقابله با تو نداشتم. انگیزه قابل قبولی برای غلاف کردن شمشیر ندارم، مخصوصا وقتی که یک دوست از من حمایت می کند. اما من آنقدر از شرافت بو بردم که مردی را در تنگنا نگذارم، به خصوص کسی که چنین روح بزرگی دارد و چنین دلاور است. آدیو. سخاوت و شجاعت تو باعث احترام من شد، ولی اگر ذره ای تردید در ذهنت باقی مانده است و پشیمان شدی از آنچه بین ما رفت، می توانی هر وقت که خواستی مرا پیدا کنی. بسیار خوب آقا. اینجا چه می بینم و چه می شنوم؟ دون مانوئل. دون خوان. ذهن من بین شادی و بین معلق است. چه چیزی باعث چنین پیش آمده بدی، یعنی منازعه بین برادرم و دوستی که چنین عزیزش می شمارم شده است؟ دلیلش این است که این نجیب زاده تصمیم گرفت طرف خدمتکارش را بگیرد، خدمتکاری که گستاخانه به من نزدیک شد و مرا تحریک کرد تا تنبیهش کنم. اگر این همه ماجراست، پس من بدون هیچ تردیدی دوست عزیزم را در آغوش میگیرم. برادر او دون مانوئل است، مهمان شریف ما که قرار است با حضورش در خانه ما مفتخرمان سازد. به درخواست من منازعه خود را فراموش کنید یا به عنوان تجربه ای از آن یاد کنید که دلاوری یکدیگر را دریافتید و باعث احترام متقابلتان به هم شد. قبل از اینکه شادی خود را از دیدن تو نشان دهم، دون خوان، تحسینم را نسبت به روح نجیب دون لوئیز وادارم کرد بهترین خدماتم را به او پیشنهاد دهم. آقا از این پس من افتخار می کنم که خود را دوست شما بدانم و از سستی خود اندوهگینم که چرا شما را زودتر نشناختم، چرا که باید شمشیر دون مانوئل را در شجاعتی که در گردانیدنش بود به خوبی می شناختم. شمشیر شما نیز مرا از سلحشوریتان بی نشان نگذاشت. زخمی در دست هزار بار ترجیح می دادم که خودم این زخم را بر می داشتم. حالا همه چقدر متمدنانه رفتار می کنند. فورم بیا تا آن را پانسمان کنیم. دون لوئیز، خواهش دارم که لطفی در حق من بکنی و اینجا بمانی و دونا بیاتریس را به تختش برسانی و از طرف من از او عذرخواهی کنی که مجبور شدم ناگهان او را ترک گویم. بیا دون مانوئل، شما را به خانه ام راهنمایی میکنم. من وظیفه مشخصی نسبت به تو دارم که باید فوراً به مداوای زخمت بپردازم. این بیشتر یک خراش است. تأخیر نکن. باشد، من همراهت میآیم. چقدر شیطان ستانه مرا برانگیخت. شانس مرا برای اینکه بفهمم آن زن که بود از بین برد. لیاقت اربابم همین است. حالا باید به خاطر کسی که نمیشناسد علیه دون کیشوت را در بیاورد. دون خوان و دون مانوئل و کسمه خارج می شود. دون لوئیز به دونا بیاتریس نزدیک می شود. تمام خطرها رفع شده است خانم. از شما خواهش می کنم که ترس را از خودتان دور کنید، چرا که زیبایی شما را با زردفامی فانیش تیرگون می کند. دون خوان کجا؟ او از شما خواهش کرد که غیبتش را ببخشید، چون نسبت به یک دوست ضرورتاً متعهد شده برای درمان زخمی. زخم؟ خدایا آیا دون خوان زخمی شده؟ به خود هراس راه ندهید خانم. اگر برادر من آسیبی دیده بود شما مرا چنین آرام اینجا نمی دیدید. او هیچ زخمی بر نداشته، پس نگذارید من از پریشان حالی شما درد بکشم. شما به خوبی میدانید که قلب من مشتاق سعادت شماست. کافی است دون لوئیز، من دیگر نباید این کارو بشنوم. تو میدانی که این گونه تملق‌ها برایم خوشایند نیست. از توجهی که به من نشان دادی ممنونم، ولی قبلا هم به تو گفتم که قلبم بیش از اینها درگیر برادرتان است تا به خودش اجازه دهد به دیگران هم توجه کنم، و این بسیار منصفانه است و باید برای شما ارزشمند باشد که من این گونه سریع با شما سخن میگویم، چیزی که در این دوران بسیار کم دیده میشود. صبح خوبی داشته باشید دون لوئیز. دونا بیاتریس و کلارا خارج میشن. بدرود خانم.
من چقدر آدم شیطان صفت بدشانسی هستم رودریگو. هر چیزی را که عهده‌دار می‌شوم خوب پیش نمی‌رود. اگر من خانوم جذابی را در خیابان ببینم و سعی کنم بفهمم که او کیست، یک احمق و یک دوئل راهم را سد می‌کند و بدشانسی گریبان مرا می‌گیرد. به خدا اگر بتوانم بگویم که کدام بدتر است. اگر با او بجنگم، برادر بزرگترم می‌آید و ادعا می‌کند که دشمن من دوست اوست. اگر او مرا مسئول دادن پیامی به نامزدش کند، آن نامزد دختری است که می‌داند برایش می‌میرم، ولی با من مثل یک سگ رفتار می‌کند. زنان، برادران، دوستان و دشمنان، تصور می‌کنم اینها همدست شدند تا دیوانه‌ام کنند. می‌خواهم شرطی ببندم. می‌توانم حدس بزنم که کدام یک از مشکلات شما بیشتر قلب شما را ناراحت می‌کند؟ نمی‌توانی. باور دارم که هیچ چیز بیشتر از این که فهمیدید دون خوان قبل از شما توانست تأثیرش را بر دخترمویتان دونا بیاتریس بگذارد خشمگین نمی‌کند. تو بسیار در اشتباهی. پس چیست؟ اگر بخواهم جدی صحبت کنم، ولی دقت کن رودریگو، این را فقط به خاطر اطمینانی که به تو دارم می‌گویم. این موضوع که میبینم برادرم اینقدر به تعهدات خانوادگی بیتفاوت هست ناراحتم میکند، که این افسر جوان را مقیم خانه ما میکند وقتی تنها خواهرش را در خانه تحت حمایت خود دارد، خواهری که پولدار، زیبا و کم سن و سال، هرچند که بیوه یک دولت مرد پیر است. از طرفی ما هر دو مراقب رفتار او هستیم تا مناسب با موقعیت او باشد، زیرا او در انزوایی زیبا دور از جهان زندگی می کند. فقط دونا بیاتریس به عنوان خویشاوند گاهی به دیدنش می آید، ولی گویا اخیراً شیفتگی به سمت دون خوان پیدا کرده است. ولی اکنون قربان، خواهشاً بابت گفتن این حرف مرا عفو کنید. اگر دون مانوئل درباره وجود خواهر شما در خانه چیزی نمی داند، فکر نمی کنم خطری از جانب او ایجاد شود، هرچند هر دو در یک زیر یک سقف باشند. میدانید که هیچ چیز دون آنخلا را تحریک نمی کند که از خوابگاه خود خارج شود، چرا که او به مادرید آمده تا آشفتگی هایی که از مرگ شوهرش دارد درمان شود، و این موضوع هرچند خوشایند نیست، ولی این ناراحتی بیش از حد که او دچارش است باعث می شود وقتی بشنود مهمان جدیدی توسط برادر شما به خانه دعوت شده کمتر تمایل به نشان دادن خودش داشته باشد. غیر از اینها شما که ناآگاه نیستید و میدانید چطور جوانب احتیاط را رعایت کنید تا سوء ظنی برای دون مانوئل نسبت به اینکه اتاقهای دیگری در خانه غیر از آنهایی که ساکنش است به وجود نیاید. میدانید دری که از اتاق دونا آنخلا به خیابان باز میشود خراب است. او از طریق راهرو به دیگر بخشهای خانه ارتباط دارد که آن هم تحت نظر است. در مخفی هم که به خوابگاهی که برای دون مانوئل در نظر گرفته شده است از داخل به بوفه شیشه‌ای آریه‌ای که آنجا تعبیه شده باز می شود. غیر ممکن است که او گمان کند چیزی جز دیوار پشت آن است. عجب امنیت خوبی برای نجابت خانوادگی من تأمین کردیم وقتی می گویی یک بوفه شیشه‌ای که با اولین ضربه به هزار تکه می شود قرار است از آن دفاع کند. خارج می شود. صحنه دو، آپارتمان دونا آنخلا. دونا آنخلا و ایزابلا وارد می شود. اینجا ایزابلا، روسریم را به من پس بده، یک بار دیگر مرا در کفنم بپوشان. گویا این سرنوشت ظالمانه من است که زنده بگورم کنند. بهتر است عجله کنید و لباسهایتان را بپوشید، از ترس اینکه هر لحظه ممکن است برادرانتان سر برسند. فقط همین موضوع شما را لو خواهد داد که برادرتان بخشی از لباسهایی که متاسفانه شما را در قصد دیده تن شما دارید. خدا به من رحم کند، من مطمئنم که آنها باعث مرگ من میشوند اگر به نگه داشتن بیشتر من در این دخمه ادامه دهند، جایی که نه اشعه خورشید بدان راه دارد و نه ماه گردان به آن رخ مینمایاند تا لااقل شاهد زاری من بر اقبالم باشد. هرچند که من به دست آوردم هرچه که میبینی در واقع از همسر پیرم به من رسیده. اگر من بدین ترتیب باز هم با دو برادر زندگی کنم، در واقع ستمگری مضاعفی را تحمل میکنم. مجبورم جنایتی را که مرتکب شدم محتاطانه مخفی کنم، جنایت شنیعی که در واقع رفتن به قصر با حجاب کامل برای دیدن نمایش است، چیزی که تمام شهر مشتاق دیدنش بود. من مطمئنم هیچ آسیبی در خوشحال شدن از یک حس معصومانه نیست. دریغا بخت ستمگر من. ولی در واقع خانم،
شما نباید اینقدر غیر منصفانه فکر کنید. زمانی که برادرانتان شما را اینقدر جذاب و اینقدر جوان و اینقدر تربیت شده میبینند، نتیجتاً محافظت ویژه‌ای برای شما در نظر میگیرند. برای خانم‌های جوان خطرات زیادی وجود دارد، چه برسد که شما بیوه جوان هستید، مخصوصاً اینجا در پایتخت. وقتی افرادی را در خیابان که با لباس‌های پرچین و پرزرق و برق و رنگی که بوی پارسایی می‌دهند می‌بینم، ولی هر جوانی را که می‌بینم فوراً دنبالش راه می‌افتند، صلیب می‌کشند. ولی به هر حال خانم، بهتر است بعداً درباره این موضوع صحبت کنیم، چون هنوز درباره آن غریبه دلاور صحبت نکردیم، کسی که به شما کمک کرد و باعث حفظ آبرو و اعتبار شما شد. من مطمئنم تو جادوگری ایزابلا. تمام افکاری که مشغولم داشته را بیان کردی. اگر بخواهم حقیقت را بگویم، من درباره او دلواپسم. زمانی که به انتهای خیابان رسیدم، مطمئنم صدای مبارزه را شنیدم. به ذهنم رسید که هیچ چیز ناخوشایندتر از این نیست که ممکن است او به خاطرم شمشیر کشیده باشد تا صادقانه از من دفاع کند. من واقعا از خودم عصبانیم که او را وارد این نزاع کردم، اما وقتی یک زن آنقدر ترسیده که عقلش درست کار نمی کند، چطور ممکن است موقعیت را در نظر بگیرد؟ نمی دانم که می توانیم از آن غریبه تشکر کنیم یا نه، ولی مطمئنم کسی که چندی پیش ما را تقلید می کرد برادر شما. بس است، او دارد می آید. دون لوئیز وارد می شود. آنخلا، برادر، آشفته به نظر می آیی، چه شده؟ چیزی تو را رنجانده؟ مردی که به غیرت و ناموسش حساس است هرگز بیرنج نیست. خدا رحم کند، او حتما مرا شناخته. آنچه بیش از همه مرا ناراحت می کند این است که به تو احترام گذاشته نمی شود خواهر. احترامی که اکنون باید آن را داشته. برادر عزیزم، آیا من دلیل این دلیل کافی نیست که ببینم تو چه بر سرم خواهد آمد؟ کمترین احترامی از برادرم نمیبینی. همش همین؟ وقتی تو با آن وضعیت روحی و در آن شرایط به مادرید آمدی، او با بی‌ملاحظگیش به ناراحتی تو اضافه کرد. گمان کنم باید بصیرتی نهانی داشته باشم که با دیدن این مهمان رنجشی در من برانگیخته شد تا اولین ملاقات بدون آنکه بدانم او کیست زخمیش کند. چگونه اتفاق افتاد؟ خواهر، من امروز بعد از ظهر قدم زنان به قصر رفته بودم. دربار به خاطر جشنواره عمومی بسته بود. آنجا گروهی از نجیب زادگان را که می شناختم دیدم و خود را در میان گفتگویشان با بانوی پوشیده در حجاب کشاندم. زنی بود که آنها را تحسین خود واداشته بود، ولی از لحظه‌ای که من با آنها ملحق شدم او سکوت اختیار کرد و آنها نتوانستند کلمه‌ای دیگر از دهانش بیرون بکشند. این موضوع بسیار عجیب به نظرم می‌رسید که باعث شد یکی از آنها سوال کند چرا حضور من باعث لال شدنش شد. او پاسخی نداد، ولی حجابش را پایین‌تر و پایین‌تر کشید و من نزدیک‌تر رفتم که بفهمم او از آشنایان من است یا نه. او فوراً فرار کرد. تا چندین خیابان تعقیبش کردم و دیدم که او لحظه به لحظه با وحشت زیاد به من که در پیش بودم می نگرد. این موضوع کنجکاویم را بیشتر کرد و من همچنان در تعقیبش بودم که آن مردک که بعداً فهمیدم خدمتکار مهمان جدید برادرم است، جلوی مرا گرفت و از من خواست تا نامه‌ای را برایش بخوانم. و من گمان کردم که او از قصد مانع من شده است تا نگذارد به تعقیب آن بانو بپردازم. چون دیده بودم آن زن هنگام عبور از کنار آن مرد با وی گفتگویی داشته است، فکر کنم به او گفتم عجله دارم و او اصرار داشت که مرا نگه دارد. پس صبر من لبریز شد و نمیدانم به او چه گفتم. پس از آن ارباب او که چهره خشمگین و جنگجو داشت برای دفاع از خدمتکارش جلو آمد. شمشیر من مانند شمشیر او برای نزاع آماده بود، ولی اکنون دیگر تمام شده و نزاع پایین نفته. هرچند ممکن بود به نزاعی جدی منجر شود. آه زن جادوگر، باعث شد تو در چنین خطری بیفتی. چه موجودات بیخاصیت بی‌آبرویی نظم شهر را به هم میزنند. میدانم او تظاهر به فرار کرد، اما قصدش این بود که تو را دنبال خود بکشاند. برادر، خوب میدانی که چقدر تو را نصیحت کردم، به تو هشدار دادم گول این خیره سران را نخوری، کسانی که روح و جسم تو را ویران میکنند. تو امروز از چگونه خود را مشغول کردی؟ من تقریبا هیچ کار نکردم، به غیر از این که با خود اینجا بنشینم و اشک بریزم. آیا برادرم پیش تو بود؟ از صبح نه.
دیگر صبرم از بیتوجهی او به سر رسیده است. خودت را ناراحت نکن، روی این تمرکز کن که هوشمندانه ترین راه این است با او با اخلاق خوب رفتار کنیم. میدانی که او برادر بزرگتر و قیم ماست. آری خواهر، اگر تو خود را با رفتار او وقف میدهی پس من هم میتوانم و نباید هیچ شکایتی داشته باشم، ولی به خاطر تو. پس برای اینکه بانعت کنم که با او دعوایی ندارم، مطمئن ترین راه را برای رضایت او به کار میبندم و به حد کافی تلاش میکنم تا غرور بیمارم را محدود کنم و تملق دوستش را بگویم. دون لوئیس خارج میشود. خب خانم، بعد از تمام هراس هایی که دون لوئیس دچارتان کرد، درباره اخباری که به شما داده چه میگویید؟ درباره مرد فوق العاده ای که زندگی شما را نجات داد و اکنون در کنار شما زیر یک سقف اقامت دارد چه فکر میکنید؟ نه بیشتر، مردی که به خاطر شما حتی زخمی شد. من به کل ماجرا شک دارم ایزابلا. لحظه ای که برادرم به زخم اشاره کرد، حتی وقتی تمام داستان را تعریف کرد، متاسفانه باز نتوانستم خود را متقاعد کنم و این موضوع را باور کنم. خیلی بعید است، غریبه ای. دقیقاً لحظه ای که به مادرید رسید با تمام خانواده ما دوره شد. مجبور شد در دفاع از خواهر با یک برادر وارد درگیری شود و مهمان خانه برادر دیگر شود. تا وقتی با چشمان خود نبینم باور نمی کنم. اگر چیزی غیر از به چشم دیدن او راضیت نمی کند، چه می گویی اگر فرصتی برایت ایجاد کنم تا یک نگاه او را ببینی؟ نه، حتی بیشتر از یک. تو دیوانه ای ایزابلا، چگونه چنین چیزی امکان دارد وقتی او در آن سمت خانه ساکن است؟ خیلی خوب، ولی مگر راههایی وجود ندارد که اتاق شما را به او میرسانند؟ لازم نیست که هم مستقل باشی. اینطور نیست که هیچ علاقه ای به دیدنش نداشته باشم، ولی در کنار کنجکاوی محض لازم است نقشه ای را که تو در سر میپرورانی بشنوم. از آنجایی که تو معمولاً با اعتماد به نفس حرف میزنی، نمیتوانم فکر کنم حرفهایت خیلی درست از آب در آید. آیا نمیدانید برادرتان یک گوشه شیشه ای در اتاق مهمان قرار داده تا در آن را بپوشانید؟ حالا فهمیدم. فکر میکنی میتوانیم یک سوراخ پشت شیشه ایجاد کنیم و از آن به غریبه نگاه کنیم؟ من نقشه بهتری دارم. واقعا؟ تو را به خدا زودتر بگو. باید بدانید که آن بوفه فقط در هنگام حضور مهمان در آنجا قرار میگیرد. آن بوفه تنها با چند قلاب محکم شده است. برای همین دیروز نزدیک بود مرگ را تجربه کنم. وقتی برادرتان دستور داده بود که آن را تمیز کنم، هنگامی که برای این کار از نردبان بالا رفتن، ناگهان بوفه را محکم فشار دادم. پس قلاب‌ها در رفتن و در نتیجه من به همراه آنها به پایین افتادم. مطمئنم که بسیار خوششانس بودن که شیشه ها نشکستند و هزار تکه نشدند. به هر حال با خوششانسی اتفاق بدی نیفتاد و من دوباره با احتیاط آن را سر جای خودش قرار دادم. حالا روش کار با آن را یاد گرفتم و به هیچ مشکلی میتوانم آن را جابجا کنم و هر وقت بخواهم میتوانیم از آنجا رفت آمد کنم. نمیتوانم برای این نقشه دیوانه‌وار تصمیم بگیرم، ولی تو میدانی ایزابلا، افراد میتوانند درباره چیزهایی صحبت کنند بدون اینکه توانایی انجامش را داشته باشند. بیا فرض کنیم ما الان بوفه را جابجا کردیم و وارد آن اتاق شدیم. آیا میتوانیم آن را دوباره سر جای اولش برگردانیم و از همان خارج شویم بدون اینکه هیچ اثری از ورودمان بر جای بماند؟ چیز ساده تر از این وجود ندارد. در از این سو باز می شود، پس شما به راحتی می توانید بوفه را از این سمت هم سر جای خودش قرار دهید. خب، پس زمانی که خدمتکار برای خوابگاهم شمع می آورد، از او بپرس غریبه چه وقت بیرون می رود. پس آنجا که برادرم درباره زخمی شدنش صحبت جدی نکرد، فکر نکنم مشکل خطیری برایش باشد. پس شما واقعا به آنجا خواهید رفت؟ حقیقت را به تو بگویم، خیلی علاقه مندم بدانم آیا این مرد همان مردی است که از او خواستم از من دفاع کند. اگر این طور باشد، من قطعا کسی هستم که باعث شد تا زندگیش به خطر بیفتد. ایزابلا، در این صورت وقتی او در خانه برادرم اقامت دارد، باید برای قدرشناسی پذیرایی خوبی برایش فراهم کنم. این کار را باید به نحوی انجام دهم که خطر لو رفتنم هم وجود نداشته باشد. با من بیا، حداقل میتوانیم برویم و از داخل بوفه را نگاه کنیم. اگر بفهمم جابجا کردنش به همان سادگی است که تو میگویی، کاری خواهم کرد تا وقتی در همسایگیش هستم به چیزی نیاز پیدا نکند. داستان جالبی خواهد شد، اما اگر بخواهد برای کسی تعریف کند چه؟ او این کارا نمی کند ایزابلا.
رفتار او در آن نزاع به من ثابت کرد که او مرد با غیرت و با احساسی است. غیرتش باعث می شود از من محافظت کند و احساسش او را وامی دارد تا به گونه ای رفتار کند تا کسی نه به من و نه به او مشکوک نشود. گمان نکنم نیاز باشد نگران بی احتیاطی چنین مردی باشیم. از خصایصش پیداست که هیچگاه تبدیل به یک خبرچی نخواهد شد. صحنه 3. آپارتمان دون مانوئل. در یک طرف بوفه، در طرف دیگر یک در. در وسط و انتهای صحنه یک تخت خواب که دوراتورش پرده وجود دارد قرار دارد. دون خوان، دون مانوئل و خدمتکاران با چمدان‌ها وارد می‌شوند. استدعا می‌کنم کمی استراحت کنید. به شما اطمینان می‌دهم دون خوان. زخمم آنقدر سطحی است که حتی خجالت می‌کشم به آن اشاره کنم. خدا را شکر می‌کنم که این گونه است، وگرنه هیچ وقت آرام نمی‌گرفتم. اگر لذت دیدارت را به بهای چنین خطری برایت می‌پرداختم، مخصوصا اینکه فردی که زخمیت کرده برادر من است، هرچند بی‌گناه که تو هم به آن باور داری که او بدون هیچ قصد خصومت‌آمیزی به سمت تو آمد. دون مانوئل شریف، برای زدودن اندوهی که ملاقات تأسف‌بار اخیرمان در برم گرفته و با آن بیتابی که یک ارباب خدمتکاری که تا حد مرگ از او دفاع کرده را اخراج می‌کند، شمشیرم را به پای شما میاندازم. شمشیری که دیگر آن را نخواهم بست، چرا که اسباب مهلکی است که شما را زخم زده و این شمشیر از طرف من و خودش از شما تقاضایی دارد. اگر هنوز به خاطر نزاع اخیر ما رنجشی دارید، خود را به دست شما میسپارد که سفیر انتقام شما باشد. دون لوئیس، من تسلیم رفعت تو در ارائه حسن نیتتان شدم و با کمال میل شمشیرت را میپذیرم، به این امید که همیشه بر پهلوی خود ببندمش و به من دلاوری کردن همچون اربابش را آموزش دهد. از این پس خودم را از هر گونه خطری ایمن می دانم، زیرا کدام دشمن است که این شمشیر نتواند دفع کند. دون لوئیس عمل نیکویی انجام داد که در نتیجه آن عزت و شأن خودش را بیان کرد و باعث شد شما تحسینش کنید، ولی او تقریبا مرا خجالت زده کرد که من به عنوان میزبانتان نتوانستم از شما بهتر پذیرایی کنم. شما هر دو مرا غرق در مهربانی هایتان کردید و در پیشکش کردن این افتخار به من با هم رقابت میکنید. حسمه با چمدان های سنگین وارد میشود. اکنون اگر 500,000 شیطان در شکل اژدهاهای آتشین دم اینجا بیایند و مرا از دودکش بالا بکشند و اگر ناچار باشم با همراهی آنها در گالیسیا و آستریا زندگی کنم، بهتر است تا اینجا در مادرید باشم. چرا این وسایل را وسط اتاق میاندازی؟ ببرشان کنار. اگر دلشان بخواهد خودشان کنار میروند. تو چه گفتی؟ همان که گفتم، کسی که با دشمنش صلح و دوستی میکند یک خائن و رزد و دروغگوست. از کدام دشمن صحبت میکنی؟ درباره آبنمایی که آنجا صحبت میکنم. و تو چه سر جنگی با آن داری؟ به خاطر خدا چه لزومی دارد که آن در وسط خیابان باشد و از قصد به رهگذران بیگناه هزار برساند؟ الان که داشتم با کلی وسایل و چمدان‌های سنگین می آمدم، آنقدر بار داشتم که جلوی چشمم را هم نمی دیدم. به داخل آب افتادم و با هزار زحمت از آن بیرون آمدم، ولی من و چمدان‌ها آنقدر خیس و گلالود شدیم که لیاقت وارد شدن به خانه هیچ مسیحی را نداریم. برو رفیق، تو مستی. ای کاش مست بودم. در این صورت بیشتر منطقی بود که با آب درگیر شدم. خیلی در کتاب‌های داستان درباره هزاران آبنمای سحرآمیز و زیبا خواندم که هر چیزی که نزدیکشان می‌شود را به شکل‌های غریب و ناشناخته تغییر می‌دهند. اما بعد با خودم فکر کردم که اگر من ساحری در همسایگی یک آبنما بودم، الان باید این قدرت را می‌داشتم که تلافی کنم و جریان شفاف آب را به شرابی ناب تبدیل کنم. وقتی شروع به گزافه‌گویی می‌کند، اگر کسی ساکتش نکند، یک سال ادامه می‌دهد. آدم مضحکی است. من فقط میخواهم از او یک سوال بپرسم. گوش کن دوست من، اگر میتوانی به این خوبی کتابهایی درباره آبنماها بخوانی، چه عاملی باعث شد که از من بخوایی تا نامت را برایت بخوانم؟ قربان، من فقط یاد گرفتم که کتاب بخوانم، نه نامه. چه جواب هوشمندانه. لازم است از شما بخواهم که به او توجه نکنی. به زودی او را بهتر میشناسید و متوجه میشوید که دلغک است. ممکن است. آقایان، شما شاید به خاطر این موضوع کمتر دوستم نداشته باشید. پس من با شرمندگی از شما دعوت میکنم که کمی در روی دلغکی من سهیم شوید. ملاقاتی دارم که مخصوصاً آرزومندم امروز عصر رخ دهد و فکر میکنم که هنوز خیلی دیر نشده باشد. پس برای شام منتظرت هستم. در این بین کسمه، تو چمدانهایم را باز کن و لباسهایم را بیرون بیاور. ولی حواست باشد که از تو نخواستم که خودت آنها را بپوشی.
از آنجا که ممکن است بخواهید در اتاقتان را قفل کنید، این کلید را به شما می‌دهم. آن را پیش خودت نگه دار و اگر صبح وقت خروج آن را روی در بگذاری، خدمتکارها می‌آیند و اتاقت را مرتب می‌کنند. در زمان‌های دیگر هیچ کس نمی‌تواند وارد اتاق شود مگر خود من که شاه کلید خانه را دارم، برای مواقعی که دیر وقت به خانه باز می‌گردم. من آن را به هیچ کس نمی‌دهم و بدین گونه خوابگاه تو از هر گونه نفوذ ایمن خواهد بود. به همان طور که مشاهده می‌کنی، اینجا فقط یک در دارد. او نباید نسبت به وجود در دیگری مشکوک شود. همه به جز کشمه خارج می‌شوند. خب، همه رفتند و مرا به حال خودم تنها گذاشتند. اولین و مهمترین کار این است که وسایل خودم را وارسی کنم و ببینم این هوش و انگشتان ظریف من چه چیزهایی را در راه برداشتند. از آنجا که اهالی مسافرخانه به چیزهای جزئی دقت نمی کنند و آنطور که در خانه مراقب پول خردهایشان هستند نیستند، پس شرم‌آور است که عقلم را به کار نگیرم و دست به سینه بیستم، در حالی که به راحتی می توانم دستم را در کیف همسایه هم کنم. در یکی از چمدان‌ها را باز می کند و کیفی بیرون می آورد. آها، اینجایی، گنجینه کوچک زیبای من. در صحت و سلامت کامل اینجایی. خالی و گرسنه از خانه حرکت کردی، اما مراقبت کردم تا قبل از رسیدن به مادرید شکمت پر شود. به نظر میرسد الان باید جواهراتم را بشمارم. نه، نمیشمارم، این کار تلف کردن وقت است. ضمناً اگر این از دست برود، آن وقت هیچ رنجی بزرگتر از بیشتر به دست آوردنش نیست. الان این چمدان اربابم است و باید آن را باز کنم و لباسهایش را بیرون بیاورم، چرا که ممکن است به خانه بیاید و آنها را بخواهد. ولی چرا باید خودم را به درد سر بیندازم؟ به خاطر اینکه به من امر کرده است؟ نه، این خودش دلیلی منطقی است که باید آنها را بیخیال شوم. کدام خدمتکاری برای اینکه به او امر کردن کاری را زودتر انجام میدهد؟ نه نه، بهتر است به گردشم ادامه دهم و ببینم میتوانم در این شهر یک مسیحی خوشقلب و مهربان پیدا کنم که به من قطعی شراب ناب بفروشد تا شکم بیچاره و تشنم از خشکیدن نجات دهم. تو چه میگویی کسم کوچولو؟ با این برنامه موافقی؟ میدونم بری که خوشم آمد. پس بعد از این کسم جان برگرد و همیشه به یاد داشته باش تا زمانی که زنده ای خوشنودی اربابت بر خوشنودی خودت برتری دارد. کسم خارج میشود. بوفه شیشه ای کنار میرود و دون آنفلا و ایزابلا از پشت آن وارد میشوند. دیدی رودریگو به ما اطلاعات درست داد؟ هیچ کسی اینجا نیست. من اگر مطمئن نبودم که همه بیرون رفتند، هرگز جرأت نمیکردم به اینجا بیایم. شما متوجه شدی که ورود به این خوابگاه اصلا سخت نیست؟ فهمیدم نگرانیم کاملا بی اساس بود، به خاطر اینکه در به آسانی باز و بسته میشود و کمترین خطری برای لو رفتن ما را تهدید نمیکند. خانم، حالا خواهش میکنم بگویید که چرا به اینجا آمدید؟ برای اینکه دوباره برگردیم. تو نمیدانی وقتی شیطنتی وارد ذهن یک خانم میشود، تقریبا تا نیمه به وقوع پیوسته. همین که تو به من پیشنهاد دادی دلیل کافی است که به اینجا بیایم. اما در ذهن، اگر این همان مردی باشد که دلاورانه از من دفاع کرد، بسیار مایلم تا زمانی که با من زیر یک سقف زندگی میکند پذیرایی خوبی برایش فراهم کنم. ببینید که برادرتان چقدر این اتاق را برای او آراسته است. این شمشیر دون لوئیز است که روی صندلی قرار دارد. چرا نوشت افسار من اینجا ایزابلا؟ برادرتان دستور داد که آنها را اینجا بگذارم که شاید مهمان بخواهد نامه ای بنویسد. به همین منظور او تمام این کتاب ها را به اینجا آورد. دو چمدان هم اینجا روی زمین است و باز هم هستند خانم. شاید بد نباشد ببینیم که داخل آنها چیست. با تمام وجودم هیچ فکر نمی کردم سربازی که در میدان ازش درخواست لطف کردم اینقدر پولدار باشد. همانطور که با هم صحبت میکنن وسایل چمدانها را خارج میکنن و هر کدام را نامی برن و داخل اتاق پخش و پلا میکنن. این چیست؟ یک بسته کاغذ. نامه های عاشقانه از خانوها؟ نه، خیال میکنم که اینها کاغذ های بیارزش هستن یا چیزی در همین حدود. از آنجا که همگی به هم چسبیدند و بسیار سنگین هستند. اگر آنها از طرف زنی بودند حتما خیلی سبکتر بودند. دیگر وقتمان را بیهوده بابت اینها هدر ندهیم. اینجا مقداری از لباسهای زیر اوست. بو میدهد؟ یه تمیزی میدهد. چه بهترین عطرهاست. و سه ویژگی عالی هم دارم، یعنی بسیار سفید، نرم و ظریف هستم. ولی اینجا رو نگاه کنید خانم، این چه نوع وسیله ایست؟ آنطور که تو نگهش داشته ای به نظر مسواک میرسد.
آه نه، این فر کننده و امور مخصوص سیبیل هایش هست. وسایل دیگر، برس لباس ها و شانش. به نظرم این میهمان در همه چیز خوب به خودش میرسد. هیچ کجا را بدون قالب کفشش ترک نمی کنه. چطور؟ به خاطر اینکه اکنون در دست دارمشان. چیز دیگری هم هست؟ اوه بله، وسایل دیگر. یک بسته دیگر کاغذ است که بیشتر شبیه نامه های عاشقانه است آن بسته هم. آنها را بده به من. این قطعاً دست خط یک زن است، ولی اینها چیزی بیش از نامه هستند. شما متأثر شد. زیبایی فراوان همیشه توجه مرا به خود جلب می کند، حتی درون یک تصویر. من فکر نمی کنم. به هر حال شما چندان از یافتنش خوشنود به نظر نمی کنم. تو دیوانه ای. بیا نگاه کن، اندازه کافی دیدی. حالا می خواهی چی کار کنی؟ نامه ای برایش می نویسم، در اتاقش می گذارم. تو می توانی تصویر را برداری. با نامفلا می نشینم تا بنویسم. در این میان من هم خودم را مشغول می کنم که ببینم کیف این مرد مثل یک ارباب پر است یا نه. اینجا چه داریم؟ یک کیف پر از پول به اندازه کافی سنگین است، ولی بیشتر مس است تا طلا. من هم بهتر از سر این بیچاره بازی در بیاورم. پول ها را از کیف خارج می کند و کیف را با زغال که از شومینه برمی دارد پر می کند. نامم تمام شد. فکر می کنی کجا بگذارمش بهتر است؟ طوری باشد که اگر یک زمانی وارد اتاق شد توسط برادرم دیده نشود. بهتر از زیر بالش بگذارید و ملحفه را روی آن بکشید. آن غریبه وقتی به رخت خواب برود حتما آن را پیدا خواهد. همزمان هیچ کس هم فکر نمی کند که آنجا بگردد. کار خیلی خوبی است. پس نامه را بگیر و خودت مخفیش کن. ایزابلا نامه را میگیرد و به داخل تخت خواب میگذارد و برمیگردد. حالا چیزایی را که پخش و پلا کردین جمع کن. خدای من، خانم، صدای کسی را پشت در شنیدم. پس بکسر همونطور بماند و فرار کنیم. بیا ایزابلا. با اجازه شما آقای بوفه. همانطور که وارد شده بودن هر دو خارج میشوند. کسمه وارد میشوند. خب حالا که از خودم پذیرایی کردم، به نظر میرسد که احساس میکنم خلق بهتری دارم تا به اربابم خدمت. ولی عجیب است، کدام شیطانی وسایل ما را اینطور پخش کرده است؟ گویا اینجا را با اتاق حراجی اشتباه گرفته است. گویا تصمیم داشتن وسایل ما را بفروشند. کسی اینجاست؟ هیچ کس. اگر هم هست تصمیم ندارد پاسخ مرا بدهد. خب نه، حق با اوست. در واقع خود من هم اهمیتی نمیدم که پاسخ بازخواست کسی را بدهم. خدای رحم کن اگر این گونه لرزه بر اندامم افتاده است. نیاز نیست این گونه وحشت زده شوم. اگر هنوز در این چمدان‌های خالی شده پول من سر جایش باشد، اگر پول من سر جایش باشد، او میتواند همه چیز را پخش و پلا کند حتی اگر ساکت باشد. ولی چه میبینم؟ او تمام پول من را تبدیل به زغال کرده است، درست مثل زندگیم. اوه ای پری، ای جن، یا هر چه هستی، پولی را که برداشتی اگر میخواهی سر جایش برگردان. اما تو چه حقی به پولی که من دزدیدم داری؟ دون خوان، دون لوئیس و دون مانوئل وارد میشوند. این سر و صداها که راه انداخته ای چیست؟ چه شده؟ چه اتفاقی برایت افتاده؟ حرف بزن. قسم میخورم که یک اتفاق خیلی بزرگ. آه آقا، شما که یک پری در خانه‌تان نگه می‌دارید، چرا اینقدر بی‌رحمید که من و اربابم را به این خانه دعوت میکنید؟ من فقط اتاق را برای یک روب ترک کردم و وقتی برگشتم متوجه شدم تمام لباس های ما را بیرون کشیدن و همینطور که میبینید روی زمین پخش کردن. آیا چیزی گم شده است؟ نه تا جایی که من فهمیدم، جز پولی که من در این کیف نگه میداشتم و پریان را به زغال تبدیل کرده است. من حالا فهمیدم که او چه آدمیست. این چه شوخی احمقانه ایست که تو با ما میکنی؟ تا به حال چیزی به این بیمزدگی و مسخرگی نشیده بودم. چه گستاخانه و بیادبانه. مطمئن باشید اصلا شوخی نمی کنم. ساکت شو، این از حقه های همیشگی تو. بسیار خوب قربان، ولی یک از حقه های همیشگی من این است که شوخی های معنا و مفهوم دارند. شب شما بخیر دون مانوئل. امیدوارم خوابی بدون مزاحمت پری چمدان به همزن داشته باشید. ولی بهتر است کمی او را نصیحت کنید که وقتی بار دیگر با خدمتکارتان روبرو شد موضوعات بهتری برای بذل گویایش انتخاب کند. دون خوان خارج می شود. گمان کنم برایتان خوشحال کننده باشد که چنان دلاوری به خرج می دهید که فکر می کنید لازم است برای هر درگیری که این احمق ایجاد می کند شمشیر بکشید. دون لوئیس خارج می شود. آیا متوجهی که چه رفتاری از خود به نمایش گذاشتی؟ همه مرا احمق فرض کردند به خاطر اینکه تو دیوانه را همراه خودم دارم.
هر جا که بخواهم بروم به خاطر رفتار تو خودم را مورد توهین و تمسخر میبینم. ولی قربان، الان که آقایان رفتن و شما فکر نمی‌کنی که وقتی من و شما تنها هستیم هم مسخره بازی در بیاورم؟ به خاطر اینکه آدم هیچ لذتی در دست انداختن پدر خودش هم ندارد وقتی هیچ کس نباشد که به آن بخندد. حاضرم شیطان مرا لعنت کند اگر تمام آنچه را که گفتم حقیقت نداشت و تمام این ریخت و پاشایی که تعریف کردم کار یک جن خانگی نبود. تو تصور می‌کنی وقتی بر داستانت اصرار میکنی عذری برای گستاخیت میآوری؟ دیگر نمیخواهم از این مهملات بشوم. وسایل را جمع کن و کمک کن تا لباسم را درآورم. ای کاش به کار اجباری محکوم شوم. اگر ساکت موزی، بهتر از تمامش کنی اگر دلت نمیخواهد به شکستن سرت تحریک شوم. من مطمئنم اگر محکوم شوی چنین کاری بکنی هیچ کس بیشتر از من پشیمان نخواهد شد. خب لابد باید چنین باشد. باید دوباره چمدانها را مرتب کنم و زبانم را نگه دارم. امیدوارم هر وسیله‌ای را که نامش را صدا میکنم برود و سر جای خودش قرار بگیرد، وگرنه گذاشتن اینها سر جایشان عذاب علیم است. دون مانوئل که داخل تخت خواب شده است با یک نامه برمیگردد. اسمه؟ برای من یک شمع بیاور. وای بر من قربان، آیا آنجا چیزی دیدید؟ داشتم وارد تخت میشدم کسمه که این نامه را روی بالش پیدا کردم. عنوان این نامه از جایی که قرار داشت عجیبتر است. مگر مخاطب نامه چه کسی است؟ من، ولی به شکلی عجیب. چطور؟ باید بشنوی. میخواند. من مال دون مانوئل هستم. اجازه ندهید کسی دیگر به من دست بزند. آسمان این نامه را برای تو فرستاده. حالا چه بخواهی چه نه مجبوری داستانم را باور کنی. او نامه را باز نکنی قربان. اگر جان خود را دوست داری نامه را باز نکنی تا زمانی که یک جنگیر اینجا بیاوریم. ترسی وجود ندارد کسمه که بخواهد مرا منصرف کند. اما از این رخداد در شگفتم. شاید محتویات نامه راز آن را توضیح دهد. نامه را باز می‌کند و می‌خواند. اگر من نگرانم که درباره وضعیت سلامتی تو بدانم، بیشتر به خاطر زنی است که باعث به خطر افتادن شما شد. کسی که زخم شما هم باعث ناراحتی و هم قدردانی است. بنابراین من از شما استدعا می‌کنم که با پذیرفتن بهترین خدماتم به شما مرا خوشنود سازید. جواب خود را در همان نقطه‌ای که این نامه را پیدا کرده اید قرار دهید. ولی یادتان باشد این کار را با پنهانکاری غیر قابل کشف انجام دهید، چون روزی که با هر کدام از دو دوستتان درباره من صحبت کنید آن روز آخرین روز نجابت و زندگی من خواهد بود. شگفت‌آور است. چه شگفت‌آور است؟ چرا شما متحیر نشدی؟ نه قطعا نشدم، برعکس دارم متوجه تمام جریان میشم. پس درباره این موضوع چه فکر میکنی؟ من فکر میکنم مشخص است آن خانومی که در حجاب بود و داشت از ترس دون لوئیس فرار میکرد حتما باید معشوقش باشد. نمیتوان تصور کرد که زنش است، چون فکر میکنم او مجرد باشد. به هر حال قطعا او در رابطه با دون لوئیس است که میتواند به راحتی به داخل خانه ورود کند و با این فرضیه تمام مشکلات برطرف می شود. خیلی هوشمندانه تحلیل شد، ولی هنوز ترس من برطرف نشده است. فرض کنیم که این شخص معشوقه دون لوئیس باشد و برای شما خوشحالم ارباب به خاطر این خوش اقبالیتان، ولی محض رضای خدا چطور ممکن است پیش از آن جان اتفاق در خیابان بیفتد او پیشبینیش کند و نامه را بنویسد و آن را در تخت شما قرار دهد تا درست در این لحظه به دست شما برسد، مگر اینکه جادوگر باشد؟ من اینطور فکر نمی کنم. به نظرم او این نامه را بعد از دیدار من در خیابان نوشته باشد و گمان میکنم او احتمالا نامه را به یکی از خدمتکارها داده تا به اینجا بیاورد. ولی آن خدمتکار چطور به اینجا آمده به جای خدا آن خانوم؟ چون من میتوانم قسم بخورم از وقتی که شما این اتاق را ترک کردید هیچ کس غیر از من داخلش نبوده است. اگر او عجله کرده باشد و فورا بعد از جدا شدن ما این نامه را نوشته باشد، زمان کافی داشته تا قبل از اینکه به خانه برسیم ما را به اینجا بیاورد. خیلی خوب، شما نمیتوانید مرا متقاعد کنید که چیزی بیشتر از اینها در این قضیه وجود ندارد. این وسایل ما بدون دخالت دست این گونه پخش و پلا نشدند و من روی زندگیم قسم میخورم که هر کس که این نامه را آورده همان کسی است که چمدانهای ما را خالی کرده. ببین پنجره ها بستند. با چفت و بست. تو سرگشتگی مرا بیشتر میکنی. هزاران فرضیه به ذهنم میرسن. شما به چه شک دارید؟ نمیتوانم دقیق بگویم. ولی تصمیم دارید چه کار کنید؟ خب من قطعا جواب نامه او را میدم به طرزی که نه ترس و نه سرگشتگی را نشان دهد و سعی میکنم که او را درگیر این مکاتبات کنم تا اینکه چیز مشخصی فاش شود.
چرا که به نظر میرسد امکان اینکه نامه های زیادی بین ما رد و بدل شود بدون اینکه امکان کشف اینکه چطور به اینجا آورده یا از اینجا برده می شود وجود نداشته باشد. و شما نمی خواهید هیچ اطلاعاتی درباره این امور به آقایان این خانه بدهید؟ بدون شک، نه تا وقتی که بفهمیم جریان چیست. فکر می کنی حاضرم برای زنی که اینقدر نسبت به من اعتماد دارد خطری به وجود بیاید؟ پس برایتان اهمیتی ندارد که مردی که به نظر نیزد عاشق اوست آزار دهید؟ من برای شرافت او و خودم احترام قائلم، ولی من به آن زن خیانت نمی کنم. خب قربان، شما هر طور می خواهید می توانید در این باره فکر کنید، ولی از نظر من هرچه بیشتر درباره این موضوع می شنوم بیشتر نسبت به نظر خودم مطمئن می شوم. به نظر تو چیست؟ خب دقت کنید قربان، شما با چشمان خودتان دیدید که کاغذها می آیند و می روند و با وجود تمام هوش و فراستی که دارید نمی توانید بفهمید آنها از کجا وارد می شوند. حالا من باید چطور چنین چیزی را باور کنم؟ مگر اینکه چیزی جز گوشت و خون در انجام آن دست داشته باشد. شاید یک ورودی مخفی به این خوابگاه وجود داشته باشد که ما نمیتوانیم کشفش کنیم. اسمه، من ترجیح میدهم باور کنم که تمام این ماجرا رویا بوده یا یک بیماری ناگهانی تمام حسهای مرا از کار انداخته است، تا باور کنم که پای نیروهای ماورایی در امور این چنینی به میانه. چه؟ شما پس وجود پریان و چنین چیزهایی را انکار میکنید؟ هیچ کس تا به حال چنین چیزی ندید. حتی روح‌های آشنا؟ همش را افسانه. اینکه جادوگرانی وجود دارن را که باور داری؟ من هنوز اعتقادی به آنها ندارم. هیچ ظاهره‌ای؟ نه. پس حتی هیچ افریته‌ای؟ چرت و پرت هست. رمالی؟ همه نادرست. شعبده باز؟ چنین چیزی نداری. خیبو؟ چه چیزها؟ جنها، جنهای خانگی. فکر میکنم عقلت را از دست داده. این یکی را دیگه فکر میکنم با من همعقیده که چیزهایی به اسم شیاطین وجود داره. قبول ندارم که آنها اجازه داشته باشند که با انسانها در ارتباط باشند. خب بس، آیا در برزخ هیچ روحی وجود ندارد؟ چه کسی برای من نامه عاشقانه نوشت؟ چرندیات تو غیر قابل تحمل است. تنهایم بگذار. از این حماقتت خسته شدم. پس بعد از این حرفا تصمیم شما چیست قربان؟ روز و شب مراقب باشم تا بتوانم این راز را کشف کنم بدون ترس از همه جن و پریهای جهان. نه، شما نمیتوانید این را از سر من بیرون کنید که در نهایت شیطان پشت تمام این اتفاقات است. آه قربان، من تضمین میدهم که او میتواند به همان راحتی که شما تنباکو دود میکنید از دودکش برایتان نامه ای بفرستد. پرده دوم، آپارتمان دونانخلا. دونانخلا، دونا بیاتریس و ایزابلا وارد می شوند. داستان شما بسیار داستان عجیبی. تا زمانی که تا آخر قصه را نشنیده ای آن را عجیب نخوان. تا کجایش تعریف کرده بودم؟ تا اونجا به من گفتین که چگونه از طریق در پنهان وارد اتاقش شدین و برایش نامه گذاشتین و اینو گفتین که صبح روز بعد که شما جوابش بسیار صادقانه، هرگز چیزی نخوانده ای که نصف این هم شجاعانه و لذت بخش باشد. و روشش، روش شوالیه های ماجراجو را پیش میگیرد، البته برای کسانی که این ماجراجویی ها برایشان معمول باشد. ولی او سخنان حماسی را بسیار پرزرق و برق می نویسد. بیاتریس، اگر تو با این نام افسون نشوی مطمئنن از تو متنفر خواهم شد. حالا این را گوش بده. می خواند: ستودنی ترین و زیبا ترین بانو، هر کس که هستی و سخاوتمندانه برای این شوالیه بیچاره دل می سوزانی و با ترحم زخمهایش را تسکین می دهی. از شما تمنا دارم تا بپذیرید برایم بگویید که کجا می توانم بروم تا آن خائن بی وجدان، آن کافر مشرک که شما را در آن باغ افسون شده به بند اسارت کشیده را بیابم. و اکنون که زخم‌های آن نبرد پیشین التیام یافته است، دیگر بار می توانم با آن خصم مغرور به عنوان سلحشور نجابت شما به نبرد برخیزم و تا آن هنگام که یکی از ما از پا نیفتد، این نبرد جانکا سرانجام نیابد که برای شوالیه مرگی چنین شکومند به از زندگیست. باشد که از آن نوربخش دارا نگه دارد و من رو فرو نگذارد. شوالیه یه پریبانو به درستی که سبت فاخری دارد و افسونی که او از آن صحبت میکند
بسیار برای ماجراجویی مناسب است. من انتظار داشتم یه نامه دریافت کنم که هیچ چیز جز کنجکاوی و پرسش نداشته باشد، ولی وقتی فهمیدم او با امور اینقدر با سهولت برخورد میکند، من هم مصمم شدم به همین روش ادامه دهم. پس برای او در جواب نوشتم و اینگونه اقدام کردم که مثلا فکر کند که مراقب باشید که الان چه کار میکنید، زیرا برادرتان دونفورن دارد میاد. دارد میآید. فکر کنم مانند عاشق واقعی که حتما هست، باید به خود از برکت دیدن دونا بیاتریس در خانهش تبریک بگوید و از اینکه فرصتی برای پذیرایی از او دارد خوشحال باشد. اگر بخوام اعتراف کنم، من هم چندان به این خاطر ناراحت نیستم. دون خوان وارد می شود. یک ضرب المثل عامیانه می گوید که یک اتفاق بعد حداقل برای یک نفر سود دارد و مطمئنم من که در حضور شما هستم مثال بارز آنم. ای بیاتریس دوست داشتنی، متوجه شدم اختلافاتی که میان شما و پدرتان رخ داده باعث شده که با این ملاقات به خاندان من افتخار بدهید، وگرچه باید متاسف باشم که موقعیتی که موجب رنجش توست باعث خوشحالی من است، اما لذت دیدنتان بیش از آن است که رنج و افسوس را با این پریشان حالیتان حس کنم. بسیار به اینجا خوش آمدید و از آنجا که اتاقی نداریم تا به راستی در خور لیاقت شما باشد، اما مطمئنیم که دوستیتان با خواهرم موجب می شود از نقصهای ما چشم پوشی کنید و شاید التفات و دلبستگی او به شما بتواند به نفعی کاستیهای محل اقامتتان را بپوشاند. نمی دانم جواب مهربانیتان را چگونه بدم. به راستی که از بدشانسی موجب ناخشنودی پدرم شدم. شما دون خوان باعث آن هستید، چرا که او متوجه شد دیشب از مهتابی با مردی صحبت می کردم، اما متوجه نشده که آن مرد شما بودید. او مرا به اینجا فرستاده تا پیش عموزاده‌ام بمانم تا زمانی که خودش اطلاعات بیشتری کسب کند، و واقعا که من خودم را در این تصمیم گیری او خوششانس یافتم، چرا که من به هر دلیلی برای استراب داشته باشم در خانه شما و در محفل دوستی عزیز و شایسته مانند دونانفلا نمیتوانم حسی به جز خوشحالی داشته باشم. این واقعا از لطف شما هاست که این چیزها را راجع به من میگویید، اگرچه نمیخواهم سرتان را با تشکرات فراوان به درد آورم، چون شما میدانم که به سرتان هم نیاز دارید. من با مهمانم برای تو زحمت زیادی را فراهم کردم خواهر. آیا میخوایی انتقام بگیری که این بانو را برای خود انتخاب کردی؟ قطعاً، به این دلیل که مجبورت کنم از ایشان پذیرایی کنی. من به شدت آمادم که چنین تنبیهی را قبول کنم. دون خوان در حال رفتن. کجا میاری دون خوان؟ میروم تا محل اقامتتان را فراهم کنم. بیاتریس، هیچ چیز به غیر از خدمت به تو نمیتواند مانع این شود که من به این زودی ترکت کنم. به نفعت است که او را معطل نکنی. خدا شما را حفظ کنم. دون خوان خارج میشود. بله، او با مهمانش برایم مشکلات زیادی تراشیده، مشکلاتی که باور دارم تا آخر عمر با من خواهد بود، اما این مایه تسلی است که قلبش بیقرار برای تو میتپد و تا آنجایی که به مهمان من مربوط میشود ما کم و بیش با هم یک سالیم. تو خیلی عجله داشتی تا او را بفرستی پیکارت. اگر من اشتیاق زیادی نداشتم تا پایان داستانت را بدانم، من باید عصبانی می‌شدم که تحمل نکردی کمی بیشتر از همنشینی با او لذت ببرم. خب صبور باش، زیرا نامه‌های زیادی بین ما رد و بدل شده، چنان که حداقل از طرف او ممکن است بیشترین تحسین‌ها را برانگیزد. حتی با اون روش موزه تعریف هایی که از من می کند بسیار فضای جدی دارد و متمایلم کرده باور کنم در عیاریش صادق است. ولی او چه فکری ممکن است راجبه به تو بکنم؟ او خودش را متقاعد کرده که من معشوقه دون لوئیس هستم. این را از احتیاط بیش از اندازم در پنهان داشتن خود از آن جوان شریف استنباط کرده و احتمالی بر این که کلیدهای مخفی خانه را داشته باشم. فقط یک چیز در این رابطه است که من را متحیر ساخته. فان چیز چیست؟ این که چه تدبیری اندیشیده ای تا از شناخته شدن توسط مردی بوفیزی که کنجکاویش درباره نامه های تو او را باید بسیار مشتاق کرده باشد، تا بسیار مراقب و آگاه باشد که هر موقع دلیلی داشته باشد از تو خبری بشنود. ایزابلا یکی از خدمتکارانش را به کار گرفته که هر موقع او از سر راه کنار رفت به ایزابلا بگوید، و نه من و نه ایزابلا به جز زمانی که کاملا از نبودش در خانه مطمئن نشده این تا حالا خطر نکرده که به اتاقش برمیم. اکنون من تمام روز را منتظر چنین فرصتی بودم و حالا که به آن فکر میکنم. ایزابلا، میتوانی در اولین زمان ممکن آن سبد را برای او ببری؟
سوال دیگری برایم پیش آمده. چگونه او را مردی با استعدادهای خارق‌العاده می‌دانید، در صورتی که حتی قادر به فهمیدن چیزی به سادگی در این که تو از آن وارد می‌شوی نیست؟ تا حالا درباره کریستوف کلمب و تخم مرغش نشنیده‌ای؟ اینکه چگونه وقتی تمام فلاسفه عقل‌هایشان را بیهوده روی هم ریختند تا آن را روی یک میز یشمی ایستاده نگه دارند، او فوراً تنها با کوبیدن تخم مرغ به میز موفق شد؟ باور کن خیلی چیزها وجود دارد تا وقتی آنها را نشناسی برایت قابل درک نیستند، اما وقتی آنها را میابی چیزهایی معمولی و قابل دسترس به نظر میرسند. میتوانم سوال دیگری از شما بپرسم؟ هر چند تا که بخوای. در پس همه اینها تو چه هدفی داری؟ این بیشتر از آن است که بتوانم به تو بگویم، فقط میخواستم حق شناسیم را نشان دهم. اگر وجدانم با من مخالفت نمیکرد و خودم را از خلوت افسردگیم دور میکردم، اگر صادقانه بگویم متاسفانه به او علاقه زیادی بیش از آن چه باید داشته باشم در قلب خود دارم. اگر شرمگین نبودم اعتراف میکردم تا زمانی که با او رو در رو صحبت نکنم راضی نمیشوم. چه؟ آیا اجازه میدهی که بفهمد تو کیستی؟ خدا نکند، نه البته که نه، مگر اینکه دیوانه شده باشم، مگر میخواهم ترغیبش کنم تصور کند میتواند هر آسیبی به شرافت دوستانش برساند. فکر اینکه مبادا من معشوقه یکی از دو برادر باشم موجب میشود او کمی درنگ کند که آیا باید این مکاتبات رو با من ادامه دهد یا نه. نه 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 دخترم، من قطعا هویت خودم را با این بیموبالاتی ها برملا نمی کنم. پس چه فکری برای مصاحبت با او کردی؟ فقط گوش کن تا زیرکانه ترین شیوه هایی را که میتوانی متصور شوی بشنوی. به وسیله آن نه تنها من متحمل هیچ خطری با ورود به اقامتگاهش نمیشوم، که او هم وقتی به اقامتگاه من میآید قادر نیست بفهمد که کجاست. صبر کن خانم، برادر دیگرتان دون لوئیس میآید. به زودی تک تکشان را خواهی شنید. بدون شک ستارگان تمایلات ما باید تحت تاثیر چیز دیگری قرار گرفته باشند. وقتی دو مرد به صورت یکسان شایسته باشند ما نمیتوانیم به درستی تصمیم بگیریم که چه چیز در یکی ما را ناراحت میکند و چه چیزی در دیگری خوشنود ما میسازد. خواهش میکنم بگذار مرخص شوم، زیرا که من ترجیح میدم از صحبت کردن با دون لوئیس حذر کنم. بیاتریس میخواهد برود که دون لوئیس وارد میشود. به چه دلیل اتاق را ترک میکنید خانم؟ چه دلیلی غیر از آن که شما داخلش شدید؟ آیا گمان میکنید دشمنتان هستم که مثل خورشید که با عجله به سمت شب پرواز میکند میخواهید جلوه خود را از دیدگان من بربایید؟ مرا ببخشید که مجبورم کمی بی‌ادبی کنم و شما را چند لحظه بیشتر نگه دارم. از شما نمیخواهم که به من گوش کنید، زیرا میدانم شما قبول نخواهید کرد، اما به نظر میرسد هرچه سختگیری شما که همه امیدها را از قلبم دور میکند بیشتر میشود، شوری که در من ایجاد میکنید دائما بیشتر میشود و این شکنجه ام را ستودنی تر میکند. افسوس به آتریس منصف، اگر به من هنر عشق را نمی آموزی میتوانی نفرت ورزیدن را یاد بدهی. تو در ستمگری از تمام زنان پیش افتاده ای، در حالی که من در محبت کردن از همه مردان جلو زدم. در قلب شما تحقیر کردن تا ابد مسکن کرده، در قلب من مهربانی. آقا شما بسیار فصیحانه سوگواری میکنید و من اصلا لزومی نمیبینم که از شما به خاطر تعریف هایی که با سخنانی پرتمطراقتان کرده ای تشکر کنم. شما از من سوء استفاده میکنید خانم، چرا که تحریکم میکنید احترامی را که برایتان قائلم فراموش کنم. بنده مطلقاً قصد ندارم طوری با شما رفتار کنم که دلخور شوید. تو را به خدا آقا، هر چه دوست دارید بگویید، زیرا که من به شما قول میدم به قشنگی زیرش میزنید. دونا بیاتریس میخواهد برود، دون لوئیس وی را نگه میدارد. پس بنابراین اگر قرار است مرا به ناامیدی فرو برید، حداقل من انتقام میگیرم و شکوه هایم را به زور به گوشت میرسانم. دستم را رها کنید آقا، من به شما گوش نمیدهم. دونا بیاتریس از دست وی فرار میکند. دخترمو لطفا مانع او شوید. خارج میشود. برادر تو باید چه روح کوچکی داشته باشی که مصرانه به زنی اظهار عشق میکنی که با تو اینگونه رفتار میکند. افسوس خواهر عزیزم، چه میتوانم بکنم؟ احساسات نسبت به او را فراموش کن، عشقی که با نفرت سزا داده شود شکنجه‌ای بدتر از مرگ است. دونا آنخلا و ایزابلا خارج میشوند. ولی چگونه ممکن است که او را فراموش کنم؟ بگذار او با من اینگونه باشد، شاید احساسم نسبت به او فرو نشیند، اما در این طوفانی که چنین شدید به روحم میوزد او تمام ذهنم را مشغول ساخته،
اما تا زمانی که او با من اینگونه خشن رفتار می کند، آیا می توانم احساساتی که حواسم را پرت می کند کنترل کنم؟ دون لوئیس خارج می شود. صحنه دو، آپارتمانی دیگر. دون لوئیس، رودریگو از درهای مختلف وارد می شود. از کجا آمدید قربان؟ نمی دانم. آشفته به نظر می رسید قربان. می توانم دلیلش را بدانم؟ داشتم با دونا باتریس حرف. نیازی نیست بیش از این بگویید، زیرا که چهره شما نماینده آن است که چگونه با شما رفتار کرده. کجا با او دیدار کردید؟ در حال پیداست که این زن جبار چند روزی میهمان خواهرم است. مبادا مهمان قبلی آنقدر بماند که مرا خشمگین سازد. بر این باورم که تمام خانواده‌ام توطئه چیدن تا شکنجه‌ام کنند. گمان می‌کردم که این برادرم دون مانوئل را دعوت کرد کافی است، اما مواظب باشید زیرا که دون مانوئل به این سمت می‌آید. دون مانوئل وارد می‌شود. یقیناً به خاطر من است. فقط به خاطر من این شگفتیگاه پیش آمده است. چه تدبیری میتوانم بیاندیشم تا یک بار برای همیشه دریابم که آیا این زن معشوقه دون لوئیس است یا خیر، و با چه نیرنگی تا الان قادر بوده است که به این شکل عجیب به من نامه بدهد. دون مانوئل. دون لوئیس. شما از کجا میادید؟ از دربار. از شما میخواهم، در واقع این زیاده رویست که از مردی که در آن بخش مشغول به کار است بپرسی از کجا میآید و یا به کجا میرود، زیرا که تمام راهش به مسیری که به مرکز روشناییش ختم می شود. سر زدن من به دربار زیاد وقتم را نمی گیرد، اما به خاطر اعلی حضرت اغلب کم می روم. اعلی حضرت امروز به کاخ اسکوریال رفتند و ضروری است که امشب او را تا آنجا مشایعت کنم، زیاد پیام های بسیار مهمی دارم که باید با ایشان در میان بگذارم. اگر کمکی از دست من برمی آید امیدوارم شما به من بگویید و من بهترین خدماتم را ارائه می دهم. خیلی از شما ممنونم. باور کنید که این را از روی تعارف نگفتم. کاملا در مورد تمایل خالصانه شما خوشنودم. باید به راستی خالصانه خوشحالی خود را از کمک در پیش بردن امور شما عرض بدارم، زیرا که در آن حال به زودی از شر شما خلاص می شدم. ولی آیا این بسیار غیر منصفانه نیست که من وقت جوانی چون شما را که بدون شک درگیر امور مهمتر دیگری است را طلب کنم؟ پس شما سخنان مرا به رودریگو قبل از اینکه به داخل بیایید نشنیدید. اگر میشنیدید قانع میشدید که امور من اکنون زیاد ماهیت قابل قبولی ندارد. چطور مگر؟ داشتم به حال سرنوشت ظالم خود تأسف میخوردم که در بهترین حالتش پاسخی غیر از نفرین را رد میکند. شما خودتان را فردی بدبخت نشان میدهید. افسوس آقا، من عاشق زنی شدم که به اندازه زیباییش ظالم است. خیلی هم جدی نمیگویی. مردی به سیما و هیبت شما به ندرت پیش میآید از ستم زنان بر خود شکایت کند. اگر میتوانستم تا قیامت این کار را میکردم، اما به راستی که بسیار ناخشنودم، زیرا کسی را دوست میدارم که طوری از من متنفر است که انگار هیولایی وحشتناک است. نه، برای اینکه به شما نمونه ای دهم از نفرتی که او از من دارد، باید بگویم که اخیراً وقتی او را دنبال کردم در کشاکش عشق و حسادت، او شخص سومی را به ممانعت از من گماشت تا بتواند از من فرار کند. شما قاضی این وضع باشید و بگویید که آیا تا به حال مردی پیش از من برای شکایت از سرنوشتش دلیل داشته؟ دون لوئیس و رودریگو خارج می شوند. چه مدرک بیشتری برایم نیاز است؟ زنی که از او متنفر است و شخص سومی را گماشته تا مانعش شود که بتواند فرار کند. آیا می توانست بهتر از این اولین ماجراجویی من با پریبانو را توصیف کند؟ اگرچه لوئیس خبری مهم به من داد و آن اینکه پریبانو تعهدی به وی ندارد. آنطور که من فهمیدم اگر آن زن در خانه او بود و با وی زندگی میکرد، او نمیتوانست از ستمهای آن زن شکایت کند. ولی چگونه ممکن است که آن زن این نام نگاری را با من انجام دهد؟ نمیدانم چه فکری در این باره کنم. باور دارم شیطانی است در پوست یک زن. کسمه وارد میشود. تو را به خدا قربان، میتوانید به من بگویید چه بر سر آن جن آمد؟ او را در این قسمت خانه ندیدید که دیدید؟ اگر میتوانستم مطمئن شوم اینجا بوده، میتوانستم با خیال راحت بروم جای دیگر و به کارم برسم. بلند صحبت نکن. هزاران کار در اتاقتان دارم ولی نمیتوانم به آنجا بروم. چرا؟ چیزی جلویت را گرفته؟
میترسم. آیا ترس برازنده مرد است؟ خیر قربان، ترس برازنده مرد نیست، مگر وقتی صحبت ارواح در میان باشد. این مزخرفات را تمام کن و یک چراغ با خود به اقامتگاه من ببر که من نامه هایی برای نوشتن و مقاله هایی برای طبقه بندی کردن دارم که باید امشب قبل رفتن به اسکوریال انجامشان دهم. بله، میدانم که دوست ندارید راجع به جم بشنوید و اینکه قلبم باور دارم که شما هم به اندازه من از او وحشت دارید، اما این را نشان نمیدهم. گل پوک، من نمیخواهم این مزخرفات را بشنوم، چون که کارهای بسیار مهمتری دارم که باید به آنها برسم و حتی حالا با مکالمه بیهوده با تو دارم زمانی را که نباید تلف کنم از دست میدهم. پس برو شمعی را بردار تا من با دون خوان خداحافظی کنم. حتما قربان، بله حتما باید یک شمع بردارم و پیش جم بروم. در غیر این صورت اگر او را رها کنم و مدت زیادی در تاریکی بگذارم، او از این قضیه بد برداشت کرده و عصبانی می شود. فکر کنم شمعی در کنار آن چراغ باشد، باید آن را روشن کرد و اقدام به کار کنم. اگر بخوای منصفانه نگاه کنی، من تنها یک بار از این خانه بیرون رفتم. خدا بر من رحم کند، چقدر قلبم تون تون می زند. بیرون می رود. صحنه 3، آپارتمان دون مانوئل. ایزابلا با سبدی در تاریکی از بوفه وارد می شود. همونطور که آن پسر به من اطمینان داده بود، همه آنها بیرون رفتند و حالا فرصت مناسبی است تا این سبد پر از لباس زیر را جایی بگذارم که خانم به من امر کرده بود. خدایا به قلبم قوت بده، اینجا بسیار تاریک است و من حتی از قدمهای خودم هم می ترسم. آسمان نگه دارم باشد، زیرا از ترس دارم به خودم می لرزم. فکر کنم اولین پری باشم که خود را به بهشت تحمیل می کنم. چرا نمی توانم بوفه را پیدا کنم؟ چگونه ممکن است؟ احساس می کنم ترس طوری گیجم کرده باشد که حتی نمی دانم کدام طرف باید بروم. نمی دانم حتی کجای اتاق هستم. امیدوارم بتوانم میز را بیابم. چه باید بکنم اگر نتوانم راهم به بیرون را پیدا کنم؟ آنها من را اینجا دستگیر کنند. کار همه ناتمام رها می شود. من احساس ترس را در خودم. نه، حالا صدای کسی را می شنوم که دارد در را باز می کند. همی بینم که دارد با نوری به سمت من می آید. کار من تمام است، اینو که نمی توانم فرار کنم و نه خودم را مخفی کنم. کسمه وارد می شود. ای جن محترم و نجیب زاده، اگر تصادفاً عالی جناب تحت تأثیر دعاهای این برده که خود را در راه شما وقت کرده قرار گرفتید، هر موقع که مایل به انجام بازی جست و خیزتان بودید، استدعا میکنم که مرا با توجه خود مفتخر نسازید به چهار دلیل محکم. همانطور که پیش میآید، ایزابلا مخفیانه به پشتش میرود و نزدیک به پشت او قدم برمیدارد. اول اینکه من بسیار خوب میدانم، دوم حرمت شما را درک میکنم، سوم اینکه به هیچ توضیحی نیاز ندارد و چهارم اینکه تو را به این ترانه کهن قسم میدم، برای پر کرشمه پری بانوی خوشگل رحمی بکن هم، اگه نداری با من مشکل، هستم تنها و بی نفس، پسرکی توی قفس، شدم از سر شکن شکن، قلبم و دیگه نشکن، قلبم و دیگه نشکن. حالا میتوانم ببینم که کجا هستم و اون من رو پیدا نکرد. اگر بتوانم تدبیری بیندیشم که شمعش را خاموش کنم، ممکن است وقتی که اون میرود روشنش کنم. بتوانم از اتاق خب فکر کنم ترس موسیقیدان بزرگی بوده، از زیرا که میتواند از هیچی صدا در بیاورد. همانطور که به اطراف مینگرد، ایزابلا شمع را فوت میکند و آن خاموش میشه. آه کشته شدم، مردم، کشیش، باید اعتراف کنم. الان وقت فرار است. ایزابلا دنبال بوفه میگردد. دون مانوئل وارد می شود. معنی این سر و صداها چیست کسمه؟ اینجا در تاریکی چه کار می کنی؟ آه قربان، کار هر دو ما تمام است. شمع و فوتو که از کنار گوشم گذشت خاموش شد، کار جم بود. ترس این چیزها را در کلت انداخته است. ترس این چیزها را به دنده هایم انداخته است. این را بگویی این را گمان می کنم نیم دو جینش وقتی افتادم شکست. چقدر بد است که نمی توانم در را بیاورم. آی کیستی؟ ایزابلا سبد را در اختیارش می‌گذارد. من امروز خنگتر شدم از همیشه و الان باید از پس اربابش در بیایم. سریع برو و یک شمع بیاور کسمه که من آن جن یا هر چه هست را گیر انداختم. پس مراقب باشید که فرار نکنم. من خودم حواسم به آن است. میتوانی کمی عجله کنی؟ او را محکم نگه دارید. کسمه خارج می‌شود. باید بگذارم سبد را داشته باشم. خدا را شکر بالاخره بوفه را پیدا کردم.
ایزابلا سبد را در دستان دون مانوئل رها می کند و خارج می شود. هر کسی که هستی بهتر از آرام سر جایت بیستی تا شام برسد، که قسم می خورم که اگر چنین نکنی و بخواهی بگریزی بدنت را له می کنم. ولی مطمئنن یک چیز بسیار سبک را گرفتم. این یک موجود زنده نیست. چه چیزی ممکن است باشد؟ من بیشتر از همیشه سردرگم شدم. کسمه با شمعی وارد می شود. حالا باید ببینیم که این روح با نور شمع چه شکلی خواهد بود. چه؟ کجاست؟ مگر اون را نگرفته بودید؟ با اون چه کار کردید؟ کجا غیب شد؟ یعنی چه؟ نمیدانم چگونه جوابت را بدهم. اون فرار کرد و این سبد را در دستان من جا گذاشت. خب پس قربان، راجب این ماجرا چه میگویید؟ زیرا که خودتان گفتید او را محکم میگیرید، ولی حالا میبینید که او مانند نسیم باد غیب شده. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که فکر کنم که کسی که راز ورود به این آپارتمان را میداند، امشب بر حسب اتفاق اینجا گیر افتاده بود و برای اینکه گیر نیفتد شمع تو را خاموش کرد و به من این سبد را داد تا بتواند در تاریکی فرار. از کدام سمت؟ از همان سمتی که تو رفتی و در را باز گذاشتی. اعتراض دارم قربان، شما قصد دارید تا قانعم کنید که من دیوانه شدم. قبل از اینکه شمع را فوت کند من به روشنی دیدم که جن بود. درست است. به چه شکلی ظاهر شد؟ به شکل یک راهب، اما به بزرگی یک غول که یک جامعه بلند روی سرش داشت که به نظرم یک پری کشیش بود. قدرت خلاقیت یک ذهن با توانایی تخیل افتضاح شگفت انگیز است. خب شمع را به من بده، بگذار ببینم این پری برای ما چه آورده است. سبد را بردار. من به سبدی که متعلق به آن شیطان است دست بزنم؟ گفتم برش دار. به راستی که نمیتوانم قربان، زیرا که دست من به دلیل برخورد فتیله های شم با آن کثیف شده و میترسم با دستانم این روپوش تفتی ارزشمند را کثیف کنم. شما بهتر است بگذارید این روی زمین بماند. داخل این سبد پر از لباس های زیر نو است و اینجا نامه ایست. بگذار ببینم که آیا این پری قلم باخردی دارد یا خیر. دون مانوئل میخواند: از زمانی که شما آمده اید وقت نشد که برای شما لباسهای زیر بیشتری بدوزم، اما من هنوز اینجا در خدمت شما مشغول کار هستم. همانطور که شما از این پس مشاهده خواهید کرد، با توجه به تصور شما مبنی بر آن که من معشوقه دون لوئیس هستم، باید به شما اعلام بدارم که این گونه نیست. نه، محال است که من این گونه باشم و توضیحات بیشتر را موقعی که با هم دیدار کردیم به شما میدهم، که ضمناً به زودی اتفاق می افتد. در این حال خداوند نگهدار شما باشد. این پری باید حتما یک مسیحی با ایمان باشد که مرا چنین سخاوتمندانه به خداوند می سپارد. به شما نگفتم که او یک کشیش است. دارد خیلی دیر می شود. چیزهایی که با خود باید ببرم داخل چمدانم بگذار و بسیار مراقب باش این بسته نامه ها را که تمام کارهایی را که باید انجام دهم را شامل می شود جا نگذاری. در همین حین من پاسخی برای پری خودم می نویسم. دون مانوئل کاغذها را به کسمه داده و روی زمین می نشیند تا نامه‌ای بنویسد. خب من این کاغذها را اینجا روی میز می گذارم که در دسترس باشد، که بعد یادم نرود آنها را بردارم. اما قربان، قبل از اینکه بیشتر از این قدمی بردارم، باید همین حالا از شما بپرسم، آیا واقعا اکنون هم اصرار دارید که پریان واقعی نیستند؟ چه مهمل احمقانه. آیا هنوز هم را احمقانه می دانید؟ چرا خودتان دیدید که چه اتفاق عجیبی رخ داد و چگونه هدایایی از ابر برای شما بیرون آمد؟ می توانم بپرسم آیا واقعا هنوز احتمال دارد که شما راجع به آن شک داشته باشید؟ البته که شما فکر می کنید که در این موضوع حق انتخاب دارید، چرا که چیزی جز خوبی را در امور به دست نمی آورید. ولی برای من، کسی که فقط شیاطین به او سر می زنند، باید به من اجازه دهید تا بعد از این اتفاقات به آنها باور داشته باشم. اسمه چطور این همه مزخرف سرهم می کنید؟ یا مریم باکره، قربان، اگر آنها چمدان‌های ما را باز کنند، شما از دیدن چیزهایی که بر زمین پخش شده خندتان می‌گیرد. ولی دردسر مرتب کردن دوباره آنها برای من است. اگر آنها نامه‌هایتان را می‌آورند و جواب‌هایتان را می‌برند، پول‌های مرا می‌برند و برای من زغال می‌آورند. اگر آنها برای شما شیرینی‌های خوشمزه می‌آورند، شما می‌خورید و چاق می‌شوید، من چیزی از آن نمی‌گیرم و به مانند اسکلت لاغر می‌شوم. اگر آنها به شما پیراهن جلیقه دستکش بدهند، به من فیلی میزنن تا مغزم از هم بباشد. قربان، اگر چیزی از من باقی بماند، خواهید دید که تمام سودها و لذتها برای شماست و تمام مشکلات و ضررها از آن من. و سرآخر باید با فکر اینکه چه انتخابهایی در امور داشتم خودم را تسلی دهم. یا زود باش و آن کاغذها را جمع کن که باید برویم.
در اتاق دون خوان منتظر تو خواهم. اما قربان، به هر حال دربار صبح برقرار است و شما چیزی جز ردایتان را نیاز نخواهید داشت. یادت باشد که وقتی اتاق را ترک میکنی در را قفل کرده و کلید را در جیبت بگذار. ای کاش میتوانستم امشب نروم، چرا که ذهنم بیشتر درگیر ماجرایی است که امشب رخ داده تا اینکه درگیر امورات کاری باشد که باید انجام دهم. اما باید یادآور شوم که در این امر پای شرافت خاندانم و نزدیکترین کسانم در میان است و به این دلیل ملاحظات است که باید هر چیز دیگری را کنار بگذارم. دون مانوئل خارج می شود و پس از آن کسمه خارج می شود و برگه ها را فراموش می کند که بردارد. صحنه 4، آپارتمان دون آنخلا. دون آنخلا، دونا باتریس و ایزابلا وارد می شود. باید خیلی ترسیده باشی. به شما اطمینان میدم که ترسیده بودم بانو، زیرا که اگر گیر میافتادم تمام رازهایمان برملا میشد، ولی بسیار خوششانس بودم که توانستم بگریزم. هیچ چیز از این بهتر نمیتوانست اتفاق میافتد. او حالا که زندانیش غیب شده و سبد را دیده است هیچ از پیش سردرگم خواهد شد. همین برای دیوانه کردنش کافی است. البته اگر سرانجام بتوانم با او درباره مواردی که قبلا به تو توضیح داده بودم ملاقات کنم. نه، ماجرای غریبی مثل این روی عاقل‌ترین مردها هم تاثیر می‌گذارد. او نمی‌داند برای راهنمایی کجا برود، سپس با زنی بسیار خوش‌برارو، بسیار ثروتمند و بسیار سنجیده دیدار می‌کند، بدون اینکه قادر باشد بداند او کیست یا اینکه از کجا آمده، همانطور که نقشه چیده بودی، و بعد به اینکه از کجا می‌آید و می‌رود چشم ببندد. کدام عقل فانی میتواند این را تحمل کند؟ من همه چیز را آماده کردم و امشب که طرحهای من اجرا میشود تو نباید اینجا باشی. آیا به من شک داری؟ به هیچ وجه دخترم و یه نازنینم، ولی تو میدانی که هر دو برادرم به شدت عاشق تو هستند. وقتی تو اینجا باشی آنها نمیتوانند چشم از تو بردارند و این میتواند بسیار خطرناک باشد. در شبی که شوالیه آرزوهایم را دیدار میکنم آنها هر 5 دقیقه یک بار به اتاقم بیایند و بروند. دون لوئیز از در وارد میشود با خود و بدون اینکه خود را نشان دهد. آیا تا به حال استادانه احساساتم را ابراز نکردم که چنان تغییرشان کرد؟ بگذار پیش از مواجهه با او فکرم را روی هم بریزم. به تو خواهم گفت چگونه اوضاع را مدیریت کنیم، ولی از آنجایی که نباید سر راه تو باشم همچنان مشتاق اینم که بدانم چه میشود، چرا که متاسفانه باید بدون این که آخر قصه را بدانم تو را ترک کنم. فکر میکنی چاره چیست؟ اونها چه چیزی با هم زمزمه میکنند، آن هم به شکلی که انگار از صدای خودشان هم میترسند. گوش میدهد. بیا وانمود کنیم که پدرم گفته است باید دوباره به خانه برگردم و اگر بتوانی به آنها بقبولانی که من رفتم دیگر مشکل مظاهر نخواهیم داشت. منظورش چیست؟ آیا باید نقشه‌ای علیه من باشد؟ در این حال من اینجا مخفیانه تا زمانی که بخواهم با تو میمانم. چه دارم میشنوم؟ و این لذت بخشتر از هر چیز دیگری. ولی اگر تو را دیدند آن موقع چه چیزی در مورد بازگشتت به خانه بگوییم؟ تو فکر میکنی که واقعا هوش و عقل ما در خلق داستانی جدید ناامید ما میکنن؟ نه، قسم میخورم که نه. با چنین هیله قطعا میتوانیم با خیال راحت تا پایان این عشق شریف صبر کنم. زیرا وقتی پنهان شوم و تمامی اهالی خانه به خواب روند او از اتاق خود به اتاق تو میآید بدون اینکه هیچ گونه رسوایی دوباراید. حال همه چیز را کاملا متوجه شدم و ترس‌های حسادت آلودم نیاز به تایید بیشتری ندارد. داتریس همیشه برادرم را به من ترجیح داده است و حالا تصمیم گرفته تا آرزوهای مرا با یک ملاقات مخفیانه با او برباد دهد. برای اینکه از شر من خلاص شود می‌خواهد به دروغ بگوید که دارد می‌رود، ولی به خدا قسم که او به این سادگی‌ها نمی‌تواند انتقام مرا نادیده بگیرد. بگذار هر عمل پنهانی را که دوست دارد انجام دهد. من بیاتریس را شناسایی می کنم و اگر نتوانم عشقش را به دست آورم حداقل می توانم خوشی رقیبم را ناخوش کنم. دون لوئیز خارج می شود. تو تمام نقشه را خیلی زیرکانه چیده ای. پس ما فردا اعلام می کنیم که تو داری از اینجا می روی. دون خوان وارد می شود. خواهرم بیاتریس دوست داشتنی من، خیلی از آخرین باری که شما رو دیدم می گذارم. اگر اینگونه فکر می کنید که خوشحالم، زیرا باعث خوشنودی من است که ببینم شما در فکر من بوده ای. شما حالا فرض کنید دون خوان که با این تعریفی کردید می توانید خودتان را از گناه این که مرا ساعت زیادی منتظر خود گذاشتید مبرا سازید، ولی به شما اطمینان میدهم که من به این راحتی ها راضی نمیشم، زیرا تقریبا باورم شده که شما به این خاطر از ما دور بودید که جای دیگر بیشتر به شما خوش میگذشت، بدون اینکه بدانید چقدر غیاب شما موجب حسرت ماست.
مرا متهم نکن به آتریس، زیرا که خودت خوب میدانی هیچ سرگرمی برای من نمیتواند خسارت در کنار تو بودن را جبران کند. اما حقیقت این است که به اجبار وقتم را با مهمانم دون مانوئل گذراندم، کسی که امشب مادرید را ترک کرد. نه خدای من! چه شده است؟ نه هیچ! وقتی چیزی را میشنوی که به تو لذت غیر منتظره ای میدهد، نمیدانی چه زمانی برای بروز احساسات مناسب است. اگر اینقدر از رفتن دون مانوئل خوشحالی، باید با عرض پوزش به تو بگویم که دوری او زیاد طولانی نخواهد بود، زیرا که او فردا صبح باز خواهد گشت. امید پایم بازگشتن فکر میکردم هر چیزی که مانند ملاقات با او دشوار است تمام میشود. بالاخره نتوانستم متوجه شوم که از چه جهت برای شما مشکل است. هم تو و هم دون لوئیس خیالات واهی در سر خود دارید که خود را در مقابل دون مانوئل میبینید. دلیل دیگری برای این خصومت به غیر از آن که او دوست من است نمیدونم. خب برادر، تو مرا متهم نکردی که آرزو دارم تمام فرصت‌هایت از بین برود، میرم و با بهانه دستت نمیدهم. خوب میدانم تا زمانی که دونا بیاتریس اینجاست تو ترجیح میدهی اتاق مرا داشته باشی تا حضور مرا، و من معتقدم اگر اینجا را ترک کنم و بگذارم تو به سخنرانی خود ادامه دهی، مطمئنن هر دوی شما از فصاحت حضور یکدیگر بیشتر لذت میبرید. با من بیا ایزابلا، من از این فرصت استفاده خواهم کرد و در غیاب دون مانوئل بار دیگر به اقامتگاهش میروم و تصویری که میان کاغذهایش پیدا کرده بودیم را میدزدم، زیرا مردی که با من نامه نگاری میکند نباید تصویر سن دیگری را برای خود داشته باشد. دون آنخلا و ایزابل خارج میشوند. بله دون خوان، به راستی نمیتوانم خودم را گول بزنم که ادعای شما خالصانه است. افسوس خانم، چه کار کنم که دار راضی شوی آنها خالصانه بود. خدا شاهد من است که حتی خیال از یاد بردن شما برایم غیر ممکن است. نه دون خوان، اگر برخوردتان غیر عمدی بود، من مدیون ستارگانم نه شما. باید بیشتر از این خوشحال باشم که این ناشی از انتخاب شماست و نه تقدیرتان، زیرا باید خودم را قانع کنم که آنقدر برایتان محترم هستم که لایق عشق خود بدانیدم. خانم، نمیتوانید اینقدر از کمال خود بیخبر باشید که این چنین به حسهایتان که موجب لذت من است شک کنید. اگر شما بگویید حتما درست است. باید گمان کنید که غرور من از شما بیشتر است، که اگر شما با شایستگی هایتان آشنایی داشتید به هیچ وجه راضی نبودید اثرشان را بر قلب من مورد شک قرار دهید. بیاتریس عزیزم، شنیدن این چرب زبانی ها از لبان تو باید مرا مأیوس کند، اما به راستی شادی را به من منتقل می کند. خنده های تو مشتاقانه ترین امیدهایم را تایید می کند. به منظور آن که این شادی را داشته باشید مجبورم شما را فعلا ترک کنم که دارد دیر می شود. اما آیا شما را صبح می بینم؟ آیا از من می پرسید که می توانید مرا ببینید؟ به جای آن که از من بپرسید که اصلا برای بنده امکان دارد که خودم را از لذت بازگشت به شما محروم کنم؟ آدیوس تنها عشق من. دون خوان، آدیوس. هر کدام از یک سمت خارج می شود. صحنه 5، خیابان، شب. کسمه در حال دویدن وارد می شود. دون مانوئل به دنبال وی وارد می شود. آدم رسم، آهای پست رسم، مگر من به تو نگفته بودم؟ شما گفته اید. باید خودم را با شلاق زدنت بیابرو که مطمئنه این کار را خواهید کرد قربان، و اما به خاطر داشته باشید قربان که چند بار و چقدر من با وفاداری به شما خدمت کردم، و بدانید که این در قدرت یک مسیحی کاتولیک نیست که اگر حافظه ضعیفی به او اعطا شده به خودش کمکی بکنم. هیچ احدی نمیتواند در مقابل تو صبور باشد. فراموش کردن چیزی را که بیشترین اهمیت را داشت و مستقیماً به تو محول شده بود که از یاد دفعه. نه قرمان، این تنها دلیلی است که من آن را فراموش کردم. اگر چیزی بود که اصلاً اهمیتی نداشت من آن را به سرعت به خاطر می سپردم. قربان مطمئن باشید چون میخواستم خیلی مراقب نامه ها باشم این اتفاق افتاد و آنها را روی میز گذاشتم، وگرنه این کار را نمی کردم. اونو بر می داشتم با سایر وسایل می آوردم. حداقل خوش شانس بودم پیش از آن که حرکت کنم به یاد آوردی. من احساس کردم انگار چیزی سر جاش نیست، و بعد فکر کردم و بعد دوباره فکر کردم تا اینکه این به مانند رد به ذهنم رسید که اون کاغذهای با ارزش رو جا گذاشتم. آن غلام، بگو که سر و صدا را کم کند. ما باید کار را بی سر و صدا، طوری که خانواده را از خواب بیدار نکنیم انجام دهیم. این وقت شب همه آنها باید در رخت خواب باشند، و از آن جایی که من کلید دارم میروم داخل و کاغذهایم را برمی‌دارم و بدون اینکه مزاحم خواب کسی شوم باز می‌گردم.
کسمه بیرون میرود و برمیگردد. به آن قلام گفتم، ولی قربان به نظرم احتمال اینکه شما بروید و در تاریکی دنبال کاغذها بگردید و دچار اشتباه شوید بسیار زیاد است و به شدت ممکن است که سر و صدا ایجاد کنید. به علاوه شما چگونه میخواید در تاریکی به دنبال کاغذها بگردید مگر آنکه به اتاق دونخوان رفته و آتشی تهیه کنید؟ واقعا فکر میکنی که دوستم و اعضای خانوادهش را در این وقت شب از خواب بیدار میکنم؟ تو دیگر لازم نیست مشکل بیشتری برای ما درست کنی، در حالی که همه این آتش ها از گور تو بلند میشود. ابله، هیچ چاره ای ندارم جز این که در تاریکی بدون هیچ چیزی به دنبال کاغذهایی که تو جا گذاشتی بگردم. این چیزی نیست که نگرانش هستم، زیرا میدانم از کجا میتوانم کاغذهایی را که روی میز گذاشتم بیابم. اما بعدش در را بیدرنگ باز کن. ولی بعدش شاید ممکن است نتوانم حفره ای را که آنچه نامه ها را در آنها مخفی کرده به راحتی پیدا کنم، چون این شیاطین کارشان این است وقتی چیزی را در جای میگذاری تا رو برمیگردانی میبینی او در یک چشم هم زدن جایش رو تغییر میدهد. اگر فهمیدیم کاغذها جا به جا شده وقت کافی برای گرفتن شمع داریم. البته اگر لازم شد ترجیح میدهم آنقدر نسبت به میزبان مهربانم ناسپاس نباشم که در این وقت شب مزاحم استراحت او بشوم. صحنه 6، آپارتمان دون مانوئل. از سمت بوفه دون آنکلا و ایزابلا وارد می شوند. ایزابلا، بعد از اینکه صبورانه منتظر بودیم که همه اهالی خانه بخوابند، حالا موقعیت مناسبی داریم تا دنبال آن تصویر بگردیم. آرام قدم بردارید، مواظب باشید صدای بلند نشود. می توانی برگردی و در اتاقم را ببندی؟ آن را باز گذاشتم، هر کس از آنجا رد شود ممکن است متوجه اوضاع بشود. چشم بانو، منتظر من باشید تا برگردم. ایزابلا از طرف بوفه خارج می شود و در را پشت سر خود می بندد. دون مانوئل و کسمه از طرفی دیگر در تاریکی وارد می شوند. در را باز کردم قربان. احتیاط کن، زیرا که هر صدایی از این اتاق بلند شود تمام اهالی خانه خبردار می شود. متاسفانه نمی توانیم با قطعیت بگوییم قربان. گویا اگر جن کمی نزاکت داشته باشد به ما کمی روشنایی خواهد داد. دون آنکلا به آرامی و با هوشیاری صحبت می‌کند، در حالی که متوجه حضور آن دو نشده. بهتر از خودم دست به کار شوم، شمع را روشن کنم و شروع به گشتن نمایم. او فانوسی را که قبلا در تاریکی در کنار خودش گذاشته بود بیرون آورده و آن را میچرخاند و روشن می‌کند. هنوز زنده‌ام، جن قبلا انقدر مهربان نبود. دیدید که چگونه او درست موقعی که ما نیاز به روشنایی داشتیم آن را برای ما فراهم کرد؟ و قربان این مدرک دیگری است که نشان میداد او چقدر شما را بیشتر از من دوست دارد. شمع را برای شما روشن میکند ولی برای من آن را خاموش میکند. خداوند نگهدار ما باشد، این حتما قدرت ماورایی است. روشنایی به این سرعت برای ما فراهم شد، این قطعا نمیتواند کار یک انسان باشه. پس بالاخره به این اعتراف میکنید؟ به قدری متحیر شدم که حتی نمیتوانم راه برم. خدایا شکرت، شما هنوز یک موجود فانی هستید و من برای اولین بار خوشحالم که به اندازه من ترسیده اید. نگاه کن، میز آنجاست و کاغذها روی آن است. او دارد به سمت میز حرکت میکند. آیا دارم درست میبینم؟ آیا حواسم سر جایش است؟ میبینید که چگونه ما را به طرف چیزی که دنبالش آمده بودیم راهنمایی میکنه؟ خوب است تا موقعی که ایزابلا برگردد با دیدن این نوشته ها کمی خود را سرگرم کنم. او شمع را از فانوس بیرون میآورد و آن را روی جاشنی چوبی که روی میز است قرار میدهد. بعد روی یک صندلی مینشیند که پشتش به سمت دون مانوئل و کسمه است. صبر کن، روشنایی الان برایم شفافتر گشت و همه چیز را به من نشان داد. تا حالا زنی به این زیبایی در زندگیم ندیده بودم. در این باره چه فکری کنم؟ سوالات مانند اژدهای هفت سر در ذهنم میلولند و به سرعتی دارند زیاد میشوند که توانایی شمردن آنها را ندارم. خداوندا چه کار باید بکنم؟ خانوم پری به نظر میرسد اصلا عجله ندارند. ببینید قربان که چطور با آرامی صندلیش را به سمت میز میکشد. هیچ چیز زمینی به نصف او هم جذاب نبوده. به احتمال زیاد، زیرا که اصلا چیز زمینی در ترکیب بندی او وجود ندارد. درخشندگی چشمانش از نور آن شمعی که با خود حمل میکند بیشتر است. به گمانم آنها به عنوان روشنایی در نزد ابلیس خدمت میکنند. موهای درخشانش انگار شراره های آفتاب ظهر است. به نظر میرسد آنها را از او دزدیده باشد. پریان شما چنین
کالاهایی را معامله میکنند. تا به حال چون این زیبایی بی‌نقصی را ندیده بود. اگر پاهایش را میتوانستید ببینید چه میگفتید؟ جنهای این چنینی سون دارند. روحم قسم میخورم که او یک فرشته. دقیقاً چیزی است که میخواستم بگویم، فرشته تاریکی. او قصدش چیست؟ چه کاری با نامه های من میتواند داشته باشد؟ من که میگویم او دارد آنها را برای شما مرتب میکند تا بتواند وظایفش را برای شیطان انجام دهد. او یک پری بسیار زحمتکش تواناست که وقتی به خدماتش نیاز داری ظاهر میشود. خدا به من رحم کند. چه کار باید بکنم؟ تا کنون به هیچ وجه اینقدر احساس بزدل بودن به من دست نداده. ولی من نه، این احساس لذت بخش را بارها تجربه کردم. چهره این موجود زیبا مرا بهت زده ساخته و هوش و حواس را از سرم انداخته است. پاهایم به زمین میخ شده است و بازویم حرکت نمی کند و فرمانم را نمی برد. ولی آیا باید من تسلیم چنین احساساتی شوم؟ نه، به خدا قسم که من خودم را از خواب بیدار می کنم و اگر این افسونه است من تلسمان را می شکنم. ناگهان جلو می رود و بازویش را می گیرد. هر چه که می خواهد باشد، یک اثر هنری، فرشته، شیطان، هر زنی که باشد، من عقل خودم را تسلیم جادوی او نخواهم کرد. افسوس افسوس که قیمتش ساختگی بود، او فریبم داد. به نام خدا و تمام مقدس خود، به گمانم باید با شیاطین این گونه سخن گفت. ولی هنوز چهره مرا کاملا ندیدند. بر ما بگو که کیستی و اندر پی چه میگردی؟ ای دون مانوئل انریکه سخاوتمند، که برای شما گنجینه عظیم و دست نیافتنی فراهم شده. از دست دادن به من خودداری کنید و از نزدیک شدن به من برحذر باشید. مباد که این گونه از بخت پرشگونی که خداوندگار برایتان در نظر گرفته بهره‌مند نشده و از درک سرنوشتی که برای شما مقدر شده بی بهره بمانید. بر حسب یک قانون تغییر ناپذیر، امروز برای شما نامه ای نوشتم که باید به زودی مرا ببینی و این ملاقات را پیش بینی کرده بودم. از آنجایی که توانایی های زیادی دارم، ترجیح دادم که به هیبتی در بیایم که کمتر از سایر اشکالی که در می آیم وحشتناک باشد. از آنجایی که به قول خود عمل نمودم، در آرامش از اینجا برو و مرا تنها بگذار، زیرا که زمان آن که تو بیش از این راجع به من بدانی هنوز فرا نرسیده است. فردا بیشتر درباره این موضوع خواهی شنید، اما به یاد دار که به هیچ وقت چیزهایی را که با گوش فانیت اینجا شنیده ای به کسی نگویی، اگر نه تمام آن خوشبختی از بین خواهد رفت. به آرامی از اینجا برو. آه قربان، دیگر چه میخواهید؟ آیا وقتی دو بار به شما گفته شده که از اینجا بروید به ما گوش نخواهید کرد؟ تا زمانی که زنده هم بابت ترسی که از این وحشتهای بیهوده بر من غالب شد چند سال خواهم بود. اما اگر آنها بر تخیلات ذهنی من چیره شده باشند، منطق من با دروغهای آنها قانع شده است. ولی این بار حواسم را جمع کرده و این معما را به دقت حل خواهم کرد. بانو، من باور نمی کنم که هنری بیش از انسان فانی داشته باشی، زیرا که اگر این گونه باشد چه دلیل دارد شما که موجودی فنا ناپذیرید این همه از من بخواهید که فرار کنید؟ اصلا چرا و به چه دلیل داخل این اتاق شده اید؟ و این هم بگویم که من به هیچ وجه علاقه ندارم تا توضیحات شما به زمانی دیگر موکول شود، زیرا که الان من توانایی دارم تا جوابم را به زور بشنوم. اگر شما موجود فانی هستید یا نه، و یا در واقع انسان هستید و یا با سحر و جادو شیطانی هستید که از فرط قدرت و قداست نتوان جلوی شما مقاومت کرد، باید به شما بگویم که شجاعت من مانع از ترسیدن از شما می شود. می خواهید چه شکل انسان به خود بگیرید و چه شکل ابلیس؟ اگر ذاتاً دارای جسم هستی و به لمس دیگران حساسی، بنابراین تو نه یک شیطان بلکه زن هست. اکنون جذاب شد. این مرا لمس نکن، وگرنه سرنوشت تباه می شود. درست است قربان، خانم شیطان بسیار خردمندانه به شما مشورت می دهند. او را لمس نکنید، زیرا که برای شما فایده ندارد، هیچ شما را بسیار متضرر نیز خواهد کرد. از شمشیر من در مورد ماهیت حقیقی تو تصمیم خواهد کرد. اگر تو یک پری باشی، هیچ اسلحه انسانی توانایی زخمی کردن تو را ندارد. شمشیر میکشم. آه رحم کنید، رحم کنید، به خاطر خدا این کار را نکنید و یک زن بیچاره را نکشید. خودم اعتراف میکنم، اگر
در عشق یک گناه است، باید سزایی کمتر از مرگ داشته باشد. لطفا شمشیرتون رو بیاندازید. پس بگو که کیستی؟ آیا من بالاخره مجبور شدم این رو اعلام بدارم؟ باید همه یه نقشه هایی را که کشیده بودم رها کنم. بگذارید به شما اخطار دهم که چه خطرهایی من باید تحمل کنم اگر توسط کسی در این خانه صدایم شنیده شود، زیرا من بیش از آنچه ظاهرم مرا معرفی می کند هستم. بنابراین برای اینکه کسی مزاحم نشود، فقط برای همین از شما میخواهم حواستان به در باشد، حتی به ورودی اتاق نشیمن، زیرا نوری که در دستان من هست ممکن است برای همه قابل شناسایی باشد. بیا کسمه، شمع را بردار تا برویم، در را محکم کنیم و برگردیم. حالا باور کردی که او یک زن است نه یک جن؟ به شما نگفته بودم که آنها قبلا یکی بودند؟ دونمانوئل و کسمه به سمت اتاق نشیمن می روند. خب حالا می توانم فرار کنم، ولی ایزابلا داره مخفی را که از آن سمت از طریقش آمده بودیم گفت کرده. چقدر بد است که مجبورم حقیقت رو به اینها بگویم. ایزابلا از سمت بوفه وارد می شود. عجله کنید خانم، عجله کنید، بی معطلی باید برگردید که برادرتان شما را جویا شده. راستی که خوششانسم، بیا از اینجا برویم. اطمینان حاصل کن که در را بسته ای. خارج می شود. دونمانوئل و کسمه دوباره وارد می شود. درها الان بستند. پس سریع توضیح دهید که رابطه شما با... یک لحظه بیست، کجاست؟ من از کجا بدانم؟ حتما به تخت خواب رفته. جلو بیفت و راه را برایم روشن کن. قربان، من هنوز نزاکتم را از دست ندادم از اربابم جلو بزنم. خودم همه جا را میگردم. نور را به من بده. گفتم نور را به من بده. خواهش بده. دونمانوئل شمع را از او میگیرد و به تخت خواب رفته و بعد از مدت کوتاهی باز میگردد. چقدر من بدشانسم. خب قربان، نگویید که این روح این با هم از طریق در فرار کرد. از کدام سمت ممکن است رفته باشد؟ این را نمیدانم قربان، ولی این را میدانم و شما هم به خاطر دارید که من همیشه بر جن بودن او پافشاری میکردم. من همه جای این اتاق را خواهم گشت تا ببینم آیا هیچ شکافی در دیوارهای پشت نقاشی یا هیچ دریچه زیر قالی ها یا هیچ سوراخی در سقف میتوانم پیدا کنم. یا خیر، من به غیر از آن بوفه جای مشکوک دیگری نمی‌بینم. به روشنی می‌شود دید که آنجا فقط شیشه است و خبری از در نیست. جای دیگر را بگرد. علاقه به کنجکاوی در کارهای بقیه ندارم. نمی‌توانم باور کنم که او یک روح بوده است، زیرا او از مرگ می‌ترسید و همچنین توانایی این را داشت که حدس بزند ما امشب در این ساعت به اینجا باز می‌گردیم. این مثل یک شبح جلوی ما پدیدار شد و هنگامی که نور رویش افتاد بسیار شگفت‌انگیز نمایان شد، ولی آن نسبت به لمس دیگران بسیار حساس بود. آنطوری ترسید که با احساسش از مشخصه های یک انسان فانی خبر می داد و ترسش به مانند ترس یک زن بود. مانند یک وهم غیب شد و مانند روح از اینجا گذر کرد و رفت. به خدا قسم که اگر بخواهم بیشتر از این راجبش فکر کنم، تمام پندارم پریشان خواهد شد و خود به خوبی میدانم به چه نباید شک کرد و به چه نباید باور داشت. من که میدانم که چرا باید باور داشته باشم. چرا؟ این که او یک شیطان بانو بود. وقتی که زنها همیشه مانند شیطانند، اگر شیطان یک بار در زندگیش خودش را به شکل یک زن در بیاورد که با آنها مساوی شود، اصلا چیز عجیبی نیست. پرده سوم، صحنه یک. بیرون اتاق دونا آنخلا، دون مانوئل به همراه ایزابلا از تاریکی داخل می شوند. در این سالن منتظر بمانید، بانوی من الان نزد شما می آید. ایزابلا خارج می شود و در را پشت سرش می بندند. چه ماجراجویی جذاب است. در را بست؟ بله همینطور است. آیا تا کنون مردی در موقعیت من بوده؟ امروز صبح در راه بازگشتم از اسکوریال، نامه ای از طرف آن زیبارو
آن زیبای مسحور کننده که دیشب چراغم را آورد پیدا کردم، اما ممکن است ذهن مرا در تاریکی ژرف‌تری فرو ببرد. اجازه دهید یک بار دیگر بررسی کنم. نامه را بیرون می آورد و می خواند. اگر جرأت دارید غروب امروز مرا ملاقات کنید، با نوکر خود به سمت حیات کلیسای سباستیان قدیس حاضر شوید. مکانی مناسب جهت ملاقات. آنجا شما دو مرد با یک صندلی را ملاقات خواهید کرد که شما را بیشتر راهنمایی می کند. من از گفته‌ها پیروی کردم و از مسیرهای تاریک و پیچیده به دروازه‌ای آورده شدم، تیره و تار، جایی که زنی مرا پذیرفت و از میان اتاق‌های عاری از نور راهنمایی کرد، جایی که نمی‌دیدم، نمی‌شنیدم و نه صحبت می‌کردم. مرا به اینجا رساند. چه پیش خواهد آمد؟ و با کسمه چه کردند؟ اما می‌توانم سوسوی نوری را ببینم. از میان شکاف دری می آید. از میان جای کلید نگاه می کند. سرانجام عشق، تو مساعد آمدی. بانو را می بینم. چه اتاق شگفت انگیزی است. چه زنان دلربایی و چقدر غنی رفتار. در باز می شود و دوناباتریس، ایزابلا و چندین بانو با دستمال، شیرینی و نوشیدنی در دست داخل می شود. همه به دون مانوئل عرض ادب می کنند. آخر از همه دون آنخلا با لباسی بسیار زیبا داخل می شود. از آنجا که برادرانم باور دارند رفته ای از تمام دخالت ها در امانی، من در چه شخصیتی ظاهر شوم؟ در لباس خدمتکارم. اما پس از آن مرخص می شود یا همه چیز را زیر نظر می گیری؟ قربان، می ترسم که از انتظار برای من خسته باشید. به هیچ وجه بانو، زیرا آن کس که انتظار دیدن شفق را دارد خوب می داند که باید با سایه های سرد و تاریک شب پیش آید. با این حال چون این شبی که گذراندم جهت تقویت چشمان خیرم برای روشنایی صبح که اکنون در برابرم رخ داده نیاز نبود. یا شاید اجازه دهید دلربایی بس رخشنده شما را با خورشید نیمروز مقایسه کنم، زیرا با هر قیاس کمتری به درخشش چشمان شما توهین کردم. قربان، به خاطر چنین تعریف زیبایی بی نهایت مدیون شما هستم، مخصوصا به خاطر چنین رشته لبخند زیبایی. با این حال نمیتوانم خودم شباهتم را به هر کدام از اینها که شما افتخار مقایسشان را به من دادید دریابم. شاعران به ما درباره لبخندهای شفق میگویند، از اشکهای مرواریدگونه صبح، از پرتوهای آتشین آفتاب. اما اکنون من نه لبخند میزنم، نه عشق میریزم و نه میسوزم. بنابراین من صرفاً چیزی بیش از یک زن میرا نیستم، کسی که تا اینجای زندگی به آدابدانی با پذیرفتن ملاقات دوستان ذکورش به شیوه مرسوم اهانت نکرده. البته به استثنای شما. بیشک با چنین استثنایی بیشتر مورد تملق قرار گرفتم. با این حال بانو، با هر گونه رضایتی که من از لطف شما در میابم، این مرا عذاب میدهد که به شما بگویم که من بیشتر احساس میکنم مایل به شکایت از شما هستم تا سپاس گذارید. شکایت از من؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که به اندازه کافی به من اعتماد ندارید تا خود را به من معرفی کنید. تنها درخواست من از شما این است که دیگر از من چنین سوالی نپرسید، چون دادن اطلاعاتی که میخواهید برای من غیر ممکن است. اگر گاهی هوس ملاقات من را دارید، باید در شرایط کلامی باشد که شما کنجکاویتان را مهار کنید. من را معمایی در نظر بگیرید که توضیح داده نمی‌شود، چرا که من آنچه نشان می‌دهد نیستم و نه اینکه آنچه هستم ظاهر نمی‌شوم. زمان زیادی می‌توانم برای شما ناشناخته باقی بمانم. ما می‌توانیم اکنون و بعدها دیدار و گفتگو کنیم، اما بهتر است توجه بیشتری نسبت به من به دست بیاورید. ممکن است بفهمید که من شبیه یکی از آن تصویرها هستم که بنا به نوری که در آن قرار گرفته زیبا یا زشت است. از طرفی ممکن است به نظر بیاید من سزاوار عشق شما هستم و از طرف دیگر سزاوار نفرت شما. در کل آنچه میتوانم به شما بگویم این است که کاملا اشتباه فکر میکنید که من معشوقه دون لوئیس هستم. از این رو چنین چیزی را کاملا رد میکنم. بانوی من، اما پس چرا چنین نگران فرار از تعقیبشان بودید؟ شاید مقام من چنین باشد،
که اگر دون لوئیز من را در لباس مبدلی پایین تر از شأنم میدید از برخی آسیب ها به اعتبارم میترسیدم. حداقل به من بگویید چطور به خانه‌ای که در آن پناه آوردم دست یافتید؟ هنوز زمان افشای این راز به شما نیست. شیرینی ها و شربت ها آماده ان بانوی من. اولیا حضرت اجازه میدهند؟ هرگز چنین ابلهی بوده؟ دخترک عجول، چطور جرأت میکنی مرا اولیا حضرت صدا بزنی؟ به همین زودی دستوراتم را فراموش کردی؟ وقتی اکیدن به تو گفتم مایل نیستم در برابر دون مانوئل این باور را تحمیل کنم که چنین عنوان بزرگی دارم. باور کنید منظوری نداشتم بانوی من. اینطور خلاص از دهانشان در رفت. باید اینطور باشد، او زنی با ممتاز در این شأن هاست و طلاهایش اجازه ورود و ملاقات به اتاقم را مهیا کرده. نوخوان از بیرون صحنه. در رو باز کن ایزابلا. چه میشنفم؟ خدای من میترسم. آیا بخت هنوز از شکنجه من خسته نشده؟ قربان پدرم پشت در هستن. شکار کنم؟ هیچ راهی جز پنهان کردن شما تا زمانی که بروند نیست. ایزابلا، ایشان را مخفیانه به اتاق دوری که میدانی ببر. فهمیدی؟ کاملا. بفرمایید قربان. چرا نمیگذارید داخل شوم؟ آسمان ها از من محافظت کنید، زیرا شرافت و زندگی یکسان به میخ کشیده میشوند. دون مانوئل با ایزابلا خارج میشوند. اگر باز همینجا معطلم کنید در را میشکنم. تو هم مرخصی به آتریس، نباید تو را اینجا پیدا کند. دونا با آتریس خارج میشود. دونا آنخلا در را باز میکنند. برادر، چه چیزی میخواهید که در این وقت از شب در اتاقم مزاحمم شدید؟ دون خوان وارد میشود. عجب آنخلا، به چه دلیل چنین لباس فوق‌العاده‌ای پوشیده ای؟ فکر کردم که رخت سوگواری عمیقی که برای مدت طولانی به تن داشتم تنها افسردگیم را تغذیه کرده. پس چون امشب بسیار تنها بودم، فکر کردم برخی لباس‌های زیباترم را بپوشم تا امتحان کنم آیا روحیم را بهتر می‌کند یا نه. لباس‌های زیبا معمولاً چاره‌ای بر اندوه یک زنم. از آنجا که لباس‌های بی‌نظیری در کمد خود داری، زحمت آمدن و گپ زدن با تو جهت سرگرمی را نمی‌دهم. نه، به خاطر حماقت و خودپسندی‌ام ناراحت نشوید برادر. شما می‌دانید که وقتی هیچ کس نیست تا مرا ببیند، فرقی ندارد چه رنگ لباسی می‌پوشم. به من بگو بیاتریس به خانه رفته است؟ بله، پدرشان خلاصه به سر عقل آمدند و پوچی خشم گرفتن بر او را فهمیدند. به دنبال او فرستادند و همه چیز درست شد. این چیزی بود که میخواستم بشنوم. شاید اگر به زیر پنجرهش بروم بیرون بیاید و مرا ببینم. این ساعت همیشگی دیدار ماست. خدا نگهدار تو خواهر، اما به خاطر خدا آن لباس پرزرق و برق را در بیاور، چون میدانی خیلی شایسته تو نیست. دون خوان خارج میشه. شب بخیر برادر. هر کاری میکنم از شر تو خلاص شوم. دون باتریس داخل میشه. در را پشت سرش ببند باتریس. خیلی خوب از این مخمصه نجات پیدا کردیم. دون خوان در طلب من رفته. بهتر است به تالار داخلی برویم تا خانه ساکت بشود. کمترین صدایی از ما نباید شنیده شود. دون مانوئل رو به اتاق خودش فرستادم. هرگز نمیفهمد که کجاست. در تاریکی به محض اینکه برادرم خوابید میتوانیم او را دوباره اینجا داشته باشیم. اگر در ماجراجویی امشب موفق شدید، به نحو احسن لیاقت پری نامیده شدن را دارید. صحنه دو، خانه دون مانوئل. دون مانوئل و ایزابلا از پشت بوفه در تاریکی داخل میشوند. باید در این اتاق خصوصی برای مدتی بمانید، اما مراقب باشید که سر و صدا نکنید. کمترین صدایی نباید شنیده شود. بی حرکت خواهم ماند. امیدوارم ترس و لرزان مرا ترک کند تا در بوفه را به درستی ببرد. ایزابلا خارج می شود. چه خطرهایی خودش را می افکند کسی که کورکورانه راه نمایی های ناشناخته را دنبال می کند و خود را در خانه ای مأمن می دهد که در آن کاملا یک غریبه است. من نمیدانم درباره این عمارت به چه بیاندیشم، جز آن که در دورترین نقطه از دون خوان است و صاحبش چنان نجیب است که لقب اولیا حضرت را یدک میکشد. ما اکنون چه در حال وقوع است؟ فکر کنم صدای باز شدن دری را در طرف مقابل شنیدم. همینطور است، کسی داخل شد. پرسنل داخل میشود.
از سرنوشت سپاسگزارم که امشب به این تالار بدون هراس داخل شدم، چرا که ظلمات مطلق است. خدای من، از آنجا که جن در حال فرار با ارباب است نمیتواند کاری با من داشته باشد. کسنه به سمت دون مانوئل میدود. او شاید داشته باشد. کیستی؟ چه میخواهی؟ هر کسی ساکت شو یا بمیر. اگر اینطور است چون آشنای فقیری بر سر میز ثروتمندی ساکت میمانم. این باید یکی از نوکران خانواده باشد که به اتفاق به این اتاق داخل شده است. از او خواهم یافت که کجایم. به من بگو این کدام خانه است و صاحبش کیست. آرام حرف زن. قربان، این خانه و صاحبش همه متعلق به خود ابلیس است، چرا که بانوی در اینجا وجود دارد که پریبانو نامیده می شود. کسی که چون همیشه موجود شیطانی است. آم و تو کیستی؟ من نوکری ناراضی ام قربان و اینجا زندگی می کنم و سحر شدم. اربابت کیست؟ اوه قربان، اربابم مردی دیوانه، بیمخ، مجنون، خرکله، عجیب و غریب است و در عشق و همان بانوی شیطانی به سر میبرد. و نامش چیست؟ دون مانوئل انریکه. ای زمین و زمان. و من کسمه کتی ویراتوس هستم. کسمه، تویی؟ چطور به اینجا آمدی؟ اربابت را نمیشناسی؟ بگو ببینم، به دنبال صندلی هم رفتی؟ پنهانی داخل شدی تا خود را با من در این اتاق مخفی کنی؟ خدایا قلبم، این دیگه چیست؟ قربان مطمئنم هرگز فکر نمی کردم شما را در اینجا بیابم. آیا جسورانه و تنها با افرادی که با شما به حیات کلیسا آمده بودن نرفتید؟ پس چطور امکان دارد به این زودی بازگردید و چگونه توانستید به این اتاق راه یابید وقتی من مطمئنم کلید هرگز از جیبم بیرون نیامده؟ چطور؟ مگر کدام اتاق است؟ شگفتا، با اطمینان اتاق خودتان قربان، مگر اینکه بهتر بگویم اتاق شیطان. پس فطرت، حالا دیگر مرا مسخره میکنی؟ در صورتی که برای لحظه‌ای در خانه‌ای با فاصله زیاد از خانه دون خوان بودم و هیچ شباهتی به آن نداشت. قربان، بسیار محتمل است شما سحر شده باشید، اما با این حال حقیقتی ساده را به شما میگویم. میخواهی ترغیبم کنی عقلم را از دست دهم؟ نه، شما میتوانید به سادگی خودتان را قانع کنید. تنها میتوانید از اتاق بیرون بروید و نقطه یزار را گم نخواهید کرد. خوب گفتی. میروم و همه چیز را بررسی میکنم و مطمئن میشوم که کجایی. به بیرون اتاق میروم. آقا کجا سرنخی به این هزار توی عجایب پیدا خواهیم کرد؟ ایزابلا از بوفه داخل میشود. هیس قربان، هیس. بدبختی پشت بدبختی، ماریست که هیس هیس میکنن. کدام ارباب؟ دون مانوئل داخل میشود، نرسیده به در. بیشک اتاق من است. شمایی؟ بله منم. با من بیایید. حق با کسمه بود. نه ترسید، بی خطر شما را راهنمایی می‌کنم. وای جن زده شدم. ایزابلا دست کسمه را میگیرد و از بوفه خارج میشود. دون مانوئل جلو میآید. کسمه، نمیدانی چطور چون این فریب خوردم؟ چرا جواب نمیدهی؟ همراهی چون این احمق هرگز وجود داشته؟ کسمه، کسمه، رحم بر من باد، چیزی جز دیوار لمس نمی کنم. الان اینجا نبود که با من حرف می زد؟ چطور چون این بی سر و صدا در رفته؟ مطمئنم اینجا بود، باور دارم. کاملا عقلم را از دست دادم. روشن است این اتاق باید در دیگری داشته باشد. اگر بتوانم این راز را دریابم چون این خواهد بود. زیر تخت خواب خود را مخفی می کنم و تکان نمی خورم تا این که اتفاقی رخ دهد که مرا به کشف پری محبوبم راه نمایی. به سمت تخت خواب می روم. صحنه 3، خانه دونانخلا. تمام بانوها مثل قبل با نوشیدنی ها و شمع ها و به دنبال آنها دونانخلا و دونا باتریس داخل می شود. اکنون اگر ایزابلا او را بیاورد و عجله کند، ما زمان زیادی برای میان و عدمان خواهیم داشت. زیرا می توان گفت که برادرم نیمی از شب را زیر پنجره تو سپری خواهد کرد و چون تو به او نگاه نمی کنی و با او کم صحبت می کنی قلبش خواهد شکست. این واقعا نقشه خیلی عجیب و غریبی است. هنوز نیامدند؟ فکر کنم صدای پایشان را میشنوم. ایزابلا و به دنبال او کسمه دست در دست داخل میشوند. لعنت به این شانس، کجا مرا میبرند؟ اما چه میبینم؟ بسیاری بانوهای زیبا در انتظار استقبال من. چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ قطعا حالا نمیتوانم کسمه باشم. چه میشود اگر به آمادیس از فرانسه بدل شوم یا شاید دومبلیانس از یونان باشم؟ او را آوردم. اما وای چه آوردم. از چه چیزی تا این حد ترسیده ای بانو؟ مطمئنم قلبم در دهانم است. معنی این کارها چیست ایزابلا؟
چطور خانم هرگز به یافتن کسی جز دون مانوئل در آن اتاق فکر نمی‌کردم، جایی که او را کاملا تنها گذاشتم، اما می‌بینم که اشتباه فاحشی کردم و تو نوکر را به جای ارباب آوردم. بی احتیاطی تو نابخشودنی. ببینید خانم، کاملا تاریک. حیف حیف حیف، همه چیز لو می رود. نگذارید به این زودی جرأت ما از بین رود. ما هنوز حقه را با خودمان داریم. قسمه با فاصله و لرزان ایستاده است. بانه من همین نزدیکتر بیا قسمه. همینجا که هستم خیلی خوبم. ممنونم بانه من. بیا اینجا. نه وای، نمیترسم بانه من، خیلی هم دلیرم. پس چرا اینقدر دور ایستادی؟ خب اگر جرأتم را بسنجید. چند گام جلو میآید. میبینید که نمیترسم، این تنها احترام است. با این همه فکر نمی کنم کسی نیاز به تصور خود لوسیفر داشته باشد وقتی او در شکل یک زن ظاهر میشود. البته او را تا همینجا هم دیدم، اما فقط او را با توق و تسمه پیدا نکردم. مطمئنا هیچ کس جز خود ابلیس نمیتوانست آن توق را بسازد و باید بگویم که او و جنهاش با قدرت توسط آنها آزاد می شوند. کمی خودت را جمع کن، شیرینی بخور، لیوانی شراب بنوش. مردم همیشه تشنن وقتی که چنین می ترسند. من اصلا تشنه نیستم بانه من. بیا حواست باشد که قبل از رسیدن به خانه باید حداقل 200 فرسخ پیاده برد. این چه خبر خوبی می شنوم. صدایی از بیرون شنیده می شود. کسی صدا می زند؟ فکر کنم چه می تواند باشد. چقدر بدشانسم. دون لوئیز از بیرون. ایزابلا، آسمان ما رو حفظ کن. در را باز کن. آیا من همیشه باید برادری داشته باشم که عذابم دهد؟ چه کار خواهی؟ من به مخفیگاه میروم. جناب آتریس به سمت اتاق داخلی خارج می شود. فکر کنم این دیگر شخص حقیقی و قانونی جناب جم باشد. تو با من بیا. بیایم. ایزابلا و کسمه از دری که داخل شدند بیرون می روند. دون آنخلا در را باز می کند. دون لوئیز داخل می شود. چه میخواهید؟ مشکلاتم چنان بیتوانم کرده که نمیتوانم در اتاق خیش بمانم. میدانم که بازی سنوز در این خانه است، چرا که صندلی را پشت پرده دیدم و برادرم در اتاق خود نیست. همه ی حرفهایتون درست، اما از اینجا چه میخواهید؟ میدانی که اتاقم پایین است و حس کردم در بالای سرم صدای پا شنیدم، پس فقط آمدم بالا تا به خودم ثابت کنم تو با هیچ کس نیستی. در را باز میکند و دونا بیاتریس را پیدا میکند. عجب، بیاتریس اینجایی؟ دونا بیاتریس داخل میشود. بله که اینجا هستم، چون فهمیدم که پدرم فهمیدن که هنوز از من خشمگین است و خب من مجبور شدم تا برگردم. هر دوی شما دوچار سوء تفاهم شدید. عجب، چه داریم اینجا؟ ظروف، لیوانها و شیرینی. مشکلت چیست؟ وقتی زنان شامشان تمام می شود و برای خودشانم چه باید بکنند؟ ایزابلا در پشت با جابجایی بوفه صدایی درست می کند. این چه صداییست؟ ای خدا! به جانم قسم چیزی بیشتر در این ماجرا از آن چه فکر می کردم وجود دارد. نمی تواند برادرم باشد که خود را از من در دالان تاریک پنهان کرده. بر جن و جهنم لعنت، چون به دنبال ارضای حسادتم بودم محتوم به دریافتن تبایی شرافتم گشتم. مشعلی برمیدارد و به سمت دالان میدود. بیاتریس نابود میشوم اگر او را بیاورد. مادر امانی، اگر ایزابلا او را در اتاق اربابش جای داده باشد، زیرا دونلوئیز هرگز راز بوفه را نخواهد فهمید. اگر ایزابلا از سر ترس فراموش کند در را ببندد چه؟ آنگاه باید به پرواز متوسل شد. حتما به نزد پدرت خواهم رفت. از او امانی که برای تو پرداختم را باز پس خواهم گرفت. مطمئنم از این بیشتر به آن نیاز نخواهم داشت. خارج می شوند. صحنه 4، اتاق دون مانوئل. ایزابلا و کسمه از بوفه داخل می شوند. داخل شد زود. خارج می شوند. دون مانوئل از پشت تخت خواب جلو می آید. بار دیگر چیزی در اتاق می جوند. بوفه نیمه باز است. دون لوئیز پشت آن با مشعلی ظاهر می شود. مطمئنم که شمایل آدمی را دیدم. شگفت انگوری جلو می آید. از ظاهر این ماجرا خوشم نمی آید. فکر کنم زیر میز جایم بهتر باشد. به زیر میز می رود. چطور ممکن است این در بسته نباشد؟ دون لوئیز داخل می شود. چه کسی می آید؟ دون مانوئل؟ دون لوئیز، معنی این کارها چیست؟ این عشقبازی پیچیده تر از هر زمان دیگر است. خائن، مهمان نااهل، حیف نام نجیب زاده، زیرا تو نمیتوانی بیرحمانه دوستی و مهمان نوازی کسی که تو را در زیر سقفش پذیرفته با اقداماتی علیه شرافت خانوادهش پاسخ دهی.
شمشیرت را بکش و از خودت دفاع کن. هنوز امید است از مجازات گناهی که لایق هستی فرار نکنی. شمشیرم را میکشم و از خود دفاع خواهم کرد، اما باز مایلم ابتدا بدانم درباره چه متهمم، چرا که حیرت من از زبان توهین‌آمیزی است که با آن مرا خطاب میکنید که بدون توضیح بیشتر من باید فرض کنم که یا شما عقل خود را از دست داده اید یا من از مال خودم محروم گشتم. زمانی برای بحث نیست. من تنها میخواهم منظور خود را بیان کنید، زیرا شاید در قدرت من باشد تا شما را قانع کنم. از کدام قانع شدن سخن میگویید؟ زمانی که تو با در مخفی کردن خود در آن اتاق زن عهد شکن دسترسی داری، آیا چنین زخمی میتواند قانع شود؟ من آماده سینه‌ام را برای شمشیرت میگشایم دون لوئیز، اگر میدانستم یا تصور میکردم که هر گونه دری در آنجا یا ارتباطی با دیگر اتاقها وجود دارد. پس چرا من تو را اینجا بی صدا تنها و بدون چراغ یافتم؟ چه بگویم به او؟ منتظر نوکرم بودم. در حالی که تو را در حال مخفی شدن از خود دیدم، میخوای بگویی به شهادت چشمانم شک کنم؟ بله، زیرا از میان تمام حساد دروغ زن ترین برای فریب دادن است. و اگر چشمانم دروغ میگوید، من باید فرض کنم که گوشهایم نیز فریبم میدهند؟ کمتر نه. پس همه دروغ میگویند و تو تنها تو راست میگویی. کلماتت به تنها مورد وثوق است و تو... صبر کنید دون لوئیز، بیش از صبر من نرانید. من نباید چیزی که شما شتاب زده بیان می کنید را بشنوم و نباید تا این حد شما را تا اینجا تحمل می کردم. اما به اصول دوستی و مودت احترام می گذارم، اما به خاطر خشم کور شما پاسخی جز از شمشیرت دریافت نخواهید کرد. اجازه دهید اختلاف ما با رفتاری در خور شخصیت بالغمان حل شود. من اینجا مشعل را قرار می دهم که سود آن به طور یکسان بین ما تقسیم شود، و اینکه ما از داخل در امان بمانیم، شما دری را که از آن داخل شدید ببندید و من دیگری را قفل می کنم و کلید را به روی زمین می اندازم که هر کدام از ما که خود را بر دیگری اثبات کرد می تواند فوراً فرار کند. در را می بندد و کلید را زمین می اندازد. من میز را مقابل این بوفه قرار می دهم که کمتر کسی می تواند این را از سوی دیگر تکان دهد. میز را بلند می کند و کسمه را می آورد. آخ، نقشه لو رفت. چه کسی را در اینجا داری؟ هیچ کس. چقدر این اتفاق مزاحم است. بگو ببینم دون مانوئل، این همان نوکری نیست که می گفتید منتظرش بودید؟ دیگر زمانی برای پرسش ها و پاسخ ها نیست. برای من کافی است که می دانم عدالت طرف من است. به من فکر کن، زمانی که در تعقیبی، زیرا همین که شمشیر کشیده شود، پیروزی یا مرگ به تنهایی میتواند مجادله را از بین ببرد. و زود باش. چرا پیش نمیایی؟ چیز دیگری برای انتظار وجود دارد؟ درباره من اشتباه فکر میکنید. اگر چنین سوء زنی را به من نسبت دهید، فکر میکنم که باید نوکرم را مرخص کنم، چرا اگر او بیرون از اتاقم برانم، او ممکن است خانواده را خبر کند و در کار ما مزاحم شود. با این حال نمیتوانم او را اینجا نگه دارم، چرا که به نظر میرسد من ناعادلانه مبارزه میکنم، زیرا اگر او مرا در خطر ببیند طبیعتا میخواهد خود را جای من قرار دهد. کی؟ من قربان؟ نه، هرگز قربان. در تخت خواب دری وجود دارد، میتوانید او را در آنجا نگه دارید و ما دوباره برابر میشویم. پیشنهاد خوبی است. عجبا عجبا که شما این همه زحمت به خاطر من باید ببینید. اگر فکر میکنید مرا مجبور به مبارزه میکنید، در واقع اصلا نیازی به این کار نیست. مرا به حال خود بگذارید و خودتان را تکه تکه کنید. دون مانوئل او را در تخت خواب حبس میکند. اکنون تنهایی. پس حالا داشته باشید. مبارزه میکند. هرگز با شمشیرباز بهتری مواجه نشده بودم. هرگز دستی به این قدرت ندیده بودم. شمشیر دون لوئیز میشکند. دون مانوئل، من بی سلاحم، شمشیرم شکسته است. این بدشانسی تصادفی است و ربطی به شرافت شما ندارد. بروید و شمشیر دیگری بیابید. کم شمتر از سلحشور نیستید. دون لوئیز با خود، چه شانسی، در این استرار چه کنم، او از شرافت من میزند، با این حال شریفانه به من زندگی عطا میکند، در حالی که ابزاری برای دفاع ندارم. در عوض برای او چه کنم؟ بهانه‌ای برای کسر زمان بابت چاره‌جویی می‌یابم. چرا دریافتن شمشیر معطل می‌کنی؟ به دنبالش می‌روم. منتظر بمانید، زود برمیگردم. دیر یا زود مرا در اینجا می‌یابید. خدا نگهدار دون مانوئل. در را باز می‌کند و بیرون می‌رود. خداحافظ. در را پشت او می‌بندم تا کسی در این فاصله مزاحم نشود. چه افکار پیچیده‌ای به ذهنم هجوم آورده.
من همیشه فکر میکردم دری مخفی باید باشد که او از آن داخل میشود و مطمئن بودم که او معشوقه دون لوئیس است و اکنون حادثه ثابت کرد که در هر دو گمان حق با من بود. اما چه زمانی فریب خوردیم اگر انتظار بدترین را داشت. اوه قربان، به خاطر آسمان ها مرا بیرون بیاورید. حالا تنها هستید. زیر از ترس دارم میمیرم از این که چون در این تاریکی که مرا حبس کردید بیاید و با چنگال هاش مرا با خود ببرد. بیرون میآورمت، چرا که افکارم برایم بسیار دردناکند و خوشحال خواهم شد که با مزخرفات تو قطع شد. دون مانوئل شمع را برمی‌دارد، در تخت خواب را باز می‌کند و داخل می‌شود و در اتاق در این لحظه توسط دون خان با کلید باز می‌شود و دون آنفلاب داخل هل داده می‌شود و خودش در آستانه در می‌ماند. به تو می‌گویم تو اینجا محبوس می‌مانی. تو را با ورود به اتاقت نمی‌رنجانم تا اینکه ابتدا به تنهایی آنجا را اصلاح کنم و بدون دخالت تو خودم از کنیزت باخبر شوم که چه باعث شده تو در این وقت شب از به خیابان بروی. در صورتی که دون مانوئل خانه بیاید از او درخواست میکنم که نوکری را قرار دهم تا بازگشت من کسی به این اتاق ورود نکند. خارج میشود. وای بر من، چه مفلوکم. بدبختی هایم با سرعتی از یکدیگر سبقت میگیرند که دیگر امیدی به فرار نیست. دون مانوئل در کتمه داخل میشود. دعا کنید قربان، عجله نکنید. اکنون از چه میترسی قربان؟ من به خوبی میدانم که آن زن ابلیس بود و به جرأت میگویم که هنوز کارش با ما تمام نشده. خواهید دید پیش از پایان شب او را دوباره اینجا میبینیم. و ما هنگامی که این راز تا اینجا آشکار شده، وقتی ما میدانیم که این اتاق دو در دارد که یکی از آنها قفل است و آن دیگری میزی مقابلش قرار داده شده، الان فکر میکنی از کدام ورودی راه خود را به اینجا بیاورد؟ از هر کدام که بخواهد. چه همراه احمقی هستی تو. نه من باید آنجاست. چی؟ ابلیس قربان، خود را نجات دهید. زن تو چیستی؟ یا شبهی یا وهمی از عقل فرستاده شده به اینجا برای نابودی هم نیستی؟ ورود به اینجا برای تو چطور ممکن است؟ دریغا دون مانوئل، پنهان کاریم اکنون رو به پایان است و تاوانش زندگی من، مگر اینکه سخاوت شما آن را حفظ کند. به من گوش دهید، من همه چیز را به شما توضیح خواهم داد. توجه هم مجذوب حرفهای شماست. وای بر من، کدام زن به جز من رازداریش بدل به بدبختیش گشته؟ تا به حال چنین ماجراجویی نداشتم، هرگز به این بیچارگی تنزل نیافته بودم. آیا میدانستید من خواهر دون خوان و دون لوئیزم؟ خواهرشان؟ چطور ممکن است؟ هرگز از دون خوان جز یک خواهر نشنیدم و او ازدواج کرده و دور از پای تخت زندگی میکنه. بله، اما اکنون تازه بیوهی در برابرتان ایستاده. و آیا پس شما بانو؟ من شخصی هستم که شما از تعقیب دون لوئیز پذیرفتیدش و از آن زمان با چنین روش های گوناگونی کنجکاوی و تعجب شما را برانگیخته. اما اکنون زمان برای توضیح کامل تر ماجرا ندارم، تنها برای اطمینان، این که با انتظار توافق با شما من هرگز در کوچکترین نمونه ای از لحظه تولد تا کنون از زنانگیم منحرف نشدم. تنها حالا وقتی خشم دون لوئیز دوباره مرا هراساند و میخواستم برای پناه به خانه دوست نجیبی راهی شوم، در خیابان با دون خوان برخورد کردم. او مرا در بیرون از خانه دید و میگفت تا نامم را نداند اجازه عبور نمیدهد. پنهان شدن از او غیر ممکن بود. مرا تسلیم کرد و با اطمینان از شما مرا به اینجا آورد و محبوس کرد تا خود دریابد که علت گریزم چه بود که هراسم مرا از هر گونه قدرت برای بهانه تراشی خالی کرد. اما دون مانوئل، از زمانی که من شما را دیدم ترس هایم آرام گرفته. به خاطر شماست که من در معرض خطرم، که به حق از برادران خشمگینم بیم دارم. آنها فکر میکنند من آنها را بی‌آبرو کردم، اما شما میدانید من بیگناهم. اگر من به خاطر هر کدام از این بی‌ملاحظگی ها گناهکار باشم، به بخشیده شدن توسط شما امیدوار نخواهم بود. آن هم زمانی که انگیزه نخست من سپاسگزاری بوده، چرا که به شما مدیون بودم. از زمانی که شایستگی های شما را بهتر شناختم، در خود دریافتم که کمتر قادر به ایستادگی در برابر فرمان احساساتم هستم، که تنها این سرانجامی که به آن تنزل یافتم میتوانست مرا وادار به این اعتراف کند. به عشقهایم ترحم کنید دون مانوئل، از من محافظت کنید، مرا نجات دهید. آسمانها، در این شرایط بس عجیب و غیر منتظره چه کنم؟
اگر برای دفاع از او قدم پیش نهم، آیا دون خوان مرا به عنوان خائنی که مهمان نوازیش را با اغوای خواهرش پاسخ می‌دهد به جهان معرفی نمی‌کند؟ اگر تنها جهت توجیه خود با خیانت به شرافتش او را متهم سازم، به درستی بیشتر خودم را قربانی می‌کنم. اگر من او را از برادرانش حفاظت کنم، دوست دروغینی هستم. اگر او را به آنها تحویل دهم، می توانم فکر ترک عشق او را تاب آورم؟ از چنین زنی؟ نه، غیر ممکن خواهد بود. از چیزی نترسید بانو، من یک نجیب زادم و شما خود را به حمایت من سپردید. دون مانوئل؟ به کسی صدا می زند قربان. دون لوئیز است، با شمشیر بازگشته. او را بپذیرید. وای من برادرم! نگران نباشید، این سلاح از شما دفاع می کند. تنها کمی عقب بیست. دون آنتلا به پشت دون مانوئل می رود و کسمه در را باز می کند. دون لوئیز داخل می شود. من برگشتم. ولی چه می بینم؟ آه زن خائن! شمشیرش را می کشد. شمشیرت را دوباره غلاف کن دون لوئیز. در این اتاق که منتظر بازگشت شما بودم، این بانو داخل شدند که البته ندیدم چگونه. او خواهر شماست، همانطور که اکنون مرا مطلع ساخت که سوگند به کلام یک نجیب زاده تا قبل از این نمی دانستم. زیرا ممکن است با بسیاری از اشخاص دیدار و گفتگو کنیم، با این حال ندانیم که هستند. اما هر کس که باشد، بر سر جان و دلم برای او امنیت را فراهم خواهم کرد که وقتی انجام شد باز خواهم گشت و جدالمان را دوباره از پی میگیریم. بنابراین راهم را سد نساز. همانطور که به شما اجازه خروج برای تهیه شمشیری را دادم، بگذارید بروم و وظیفه‌ای که با شرافتم مدیونم را ادا کنم. دون مانوئل، درست است که برای تهیه شمشیر رفتم، اما با شناخت سخاوت شما آن را به پای خود گذارید. با این حال اکنون به من دلیلی برای جدال دوم می دهید که باید پیش از ادامه دادن درباره آن تصمیم گیری شود. این بانو خواهر من است و در دید من هیچ مردی نمی تواند او را از این خانه ببرد جز به عنوان عروسش. در آن صورت راه برای شما باز است. در غیر این صورت تا آخرین قطره خونم ایستادگی می کنم. و آیا مهمان و دوست متعهد دون خوان می تواند قادر به آسیب زدن به شرافت خانواده‌اش باشد؟ نه دون لوئیز، سعی کنید مرا بهتر بشناسید، در حالی که تحت تأثیر تهدیدهای شما قرار نگرفتم. اما با هر نیتی که مردی شریف باید به آن احترام نهد، من اینجا سلاحم را به خواهرتان پیشکش می کنم و خود را سعادتمندترین می دانم اگر او این ناقابل را بپذیرد. سلاحش را به دون آنتلا می دهد. دون خوان را از پس او دون به آتریس داخل می شود. مرا ببخشید اگر حیرتم در شنیدن صداها، در اتاقی که تصور می کردم خواهرم را در آن تنها گذاشتم، برای مدتی در دم در معطل ساخت و به من این فرصت را داد تا گفتگوی شما را بشنوم. دیگر نمی توانستم هیجانی که مرا در برگرفته بود را پنهان کنم. دون مانوئل، خواهرم از آن شماست. شما به وصلت برادر من هستید، همانطور که همیشه به محبت بودید. هیچ مردی در اسپانیا نیست که من با افتخار او را چنین خطاب کنم. هرچند که مسائل دون آنخلا به من مربوط نیست، اما اجازه بدهید که خرسندی خود را درباره این اتفاق بیان کنم. بیاتریس، تو را دوباره در خانه خود میبینم. من هرگز اینجا را ترک نگفتم، اما شما همه ماجرا را از سایه خواهید. اگر میتوانید در شادی دیگران سهیم شوید، تقاضا میکنم انجام آن را به تأخیر نیندازید. خب، شکر آسمان ها را که همه چیز به خیر گذشت و ما میدانیم که سرآخر چه کسی پریست. و همینطور جناب، امیدوارم بپذیرید همانطور که تصور میکردید من عقلم را از دست نداده بودم آن هم زمانی که به شما گفتم او را دیدم. اگر شما هنوز در رنجید، شاید بخواهید به این خاطر با ایزابلا وصلت کنید. انجام این کار اثباتی خواهد بود بر این که عقلم را از دست دادم. به علاوه قربان، اکنون قادر نیستم. چرا؟ زیرا وقت کشی است، آنم وقتی که باید احترامم را به آقایان و خانم ها ادا کنم که به ما بی صبرانه 2 ساعت و 16 دقیقه گوی سپردن و از جانب خودمان و نویسندمان برای تمام خطاهایی که از نظر آنها امشب از بد روزگار مرتکب شدیم پوزش بخواهم. ممنون، خیلی ممنون که تشریف آوردی.